به نام خدا. سلام خدمت دوستان عزیز. عرض به خدمت شما که ما جلسه قبل بحثمون رو راجع به چند جمله تیلور شروع کردیم. امروز می‌خوایم بحثمون راجع به چند جمله تیلور ادامه بدیم، یا راجع به تقریب خطای چند جمله تیلور صحبت کنیم و حالا یه سری مفاهیمی که این هول و هوش مرتبط باش، مثل قاعده هوپیتال، مثل اوی بزرگ و اینا، و نهایتا راجع به قاعده هوپیتال صحبت کنیم و این فصل مشتق و انشالله تموم کنیم و از جلسه بعد انشالله بحث انتگرال رو شروع کنیم. عرض به خدمت شما یه یادآوری بکنم. در حقیقت ما توی جلسه قبل که داشتیم صحبت میکردیم گفتیم اگه یه تابع F داشته باشیم که در بازی شامل A M بار مشتق پذیر باشه، اون وقت چند جمله‌ای تیلور درجه N برای F هول A رو به این صورت تعریف می‌کنیم. یه چند جمله‌ای که با P N X نمایشش می‌دیم، دیگه A رو توی اسم گذاری صراحتاً ذکر نمی‌کنیم. که از F A به علاوه F پرایم A ضرب در X منهای A تقسیم بر 1 فاکتوریل، به علاوه F زگون تا ضرب در X منهای A به توان 2 تقسیم بر 2 فاکتوریل، به علاوه F N X تا میره تا F N A ضرب در X منهای A به توان N تقسیم بر N فاکتوریل. و در حقیقت پی ام خب این ویژگی رو داره که مشتق پی ان با مقدار پی ان در نقطه آ با خود آ برابره، مشتقش هم با مشتق اف در نقطه آ برابره، و اگه همین کار رو ادامه بدیم خیلی راحت میشه دیدش که این مشتقات مشتق دومش هم با مشتق دوم اف در نقطه آ برابره، و بذیه هر که بین صفر تا این مشتق کاومش هم با مشتق F در نقطه A برابره. در حقیقت این یه چند جملهی درجه N، درجه حالا بهش میگیم چند جمله درجه تیلور N، ولی در حقیقت اگه خیلی بخوایم دقیق بگیم این یه چند جملهی درجه حد اکثر N، به خاطر اینکه ممکنه حالا خب یه سری اون جملات ضریبه بهشون صفر شه، مثلا ممکن مشتق N صفر بشه، به خاطر همین این یه چند جملهی درجه حد اکثر N که توی این ویژگی صدق میکنه که مقدارش در نقطه A، مشتقش در نقطه A، مشتق دومش در نقطه A تا مشتق Nمش در نقطه A با مقدار در نقطه IF و مشتق در نقطه IF و تا مشتق Nم در نقطه IF برابره. خب و در حقیقت ادعا کنیم که این تنها چند جمله ای درجه حد اکثر با این خاصیت، وارد اثباتش هم نشویم، خیلی این اثباتش خیلی ساده است، بنویسید در میاد که اصلا ضرایب دقیقاً باید همینا باشن تا بخواد توی این ویژگی صدق کنه، خیلی ساده میتونید اینو ثابت کنید. بعد اومدیم خب یه ذره سعی کردیم مثال بزنیم یه سری در حقیقت چند جمله ای تیلور رو توی سری حالت‌های خاصی اومدیم حساب کردیم در حقیقت که ببینیم چه شکلی میشه. مثلا چند تا مثالی که زدیم، به عنوان مثال چند جمله تیلور تابع سینوس ایکس رو حساب کردیم، دیدیم که خب مثلا مشتق اولش میشه کوسینوس، دومیش میشه منفی سینوس و اینا، یا برای ای به توان ایکس اومدیم حساب کردیم دیدیم که خب مشتق ای به توان ایکس همیشه خودشه، برای من یه همچین قیافه پیدا میکنه تابع چند جمله تیلور ای به توان ایکس، و گفتیم خب حالا چند جمله تیلور یکی از کاربرداش اینه که چیز کنیم، اینه که ما بخوایم باش تقریب بزنیم. و برای اینکه تقریب بزنیم خب مثلا اگه ای به توان x رو بخوام اینطوری حساب کنم، نیاز دارم خب خود ای به توان a رو حساب بکنم. برای این ما خوشحال میشیم اگر که بشه یه نقطه i پیدا کنیم که حتی امکان به x که میخوایم نزدیک بشه، و در حقیقت از اون استفاده و بتونیم این به تمام حالا این ضرایب چند جمله تیلور رو به راحتی حساب بکنیم توش دیگه. و مثلا خب برای این تابع ای به تمام x، اگه من a رو بذارم صفر، تنها جاییه که راحت میتونم بی درد سر حساب کنم ای به تمام a رو، ولی خب مثلا x مساوی به x مساوی 20 خب خیلی ممکنه دور باشه. یا باز مثلا برای سینوس خب من میتونم از مضارب فرد پی استفاده کنم، مضارب پی استفاده کنم، عدد پای، و خب اتفاقی که میفته اینه که این کارو بکنم خب سینوس کوسینوس همیشه صفر منفی 1 و اینان، و خب اوضاع خوب پیش میره دیگه، راحت میتونم این کارو بکنم.
ولی خب مسئله اینه که چقدر این ممکنه باعث بشه که دور بشه. مثلا من اومدم برای ای به توان ایکس، حالا یه برای ال ان هم فکر کنم بذارید اینجا بود، ای به توان ایکس، آره من برای ببخشید آره دیگه همین این بود، مثلا برای ای به توان ایکس اومدم آر رو صفر گذاشتم، خب یه همچین قیافه پیدا میکرد چند جمله تیلوریه که بله ایکس بله ایکس دو هست دو فاکتوریل. حالا بذارید من بنویسم تا به علاوه یه x به توان n تقسیم بر n فاکتوریل، خب یعنی بسته به این که من تا چه n-ی میخوام برم جلو، اینم پس e به توان a در x منهای a به توان n تقسیم بر n فاکتوریل، اینم تا یک تقسیم n. حالا بسته به این که میگم تا کجا بخوام برم جلو. و خب مثلا اگه بخوام خود عدد ای رو تخمین بزنم که عدد ای هستش ای به توان یک، اون وقت من مثلا میام این کار رو میکنم، ای به توان یک به علاوه یک به علاوه یک به توان دو یک به توان دو تقسیم بر دو به علاوه یک به توان سه تقسیم بر سه فاکتوریل، یک به توان چهار تقسیم بر چهار فاکتوریل، که مثلا یه همچین قیافه پیدا میکنم. خب ولی سوالی که وجود داره اینه که بالاخره حالا این یک چقدر باید به صفر نزدیک باشه این تا این تقریبمون تقریب خوبی باشه، یعنی این که این یک هر عددی باشه تقریب تقریب خوبیه یا تقریب خوبی نیست لزومن، این یه سوالیه که وجود داره و ما باید جوابشو بدیم. مثلا من برای ای به توان یک میتونم آیا این تقریب استفاده کنم یا نه، یا مثلا برای 20 میتونم استفاده کنم یا فقط برای 1 دهم میتونم استفاده کنم. در حقیقت جواب این مسئله خیلی به این ربط داره که خطای تقریب تیلور چیه. ببین همونطور که من گفتم یکی از تقریبا اصلی ترین و مهمترین کاربردهای چند جمله تیلور تقریبه، دقیقا تقریبه، تا وصال تو محاسبات هم بعضا ما ازش استفاده میکنیم، ولی یکی از اساسی ترین کاربرداش اینه که من بخوام تابع رو تقریب بزنم. و در حقیقت اگر من ندونم این تقریبی که اینجا زدم چقدر بده، مثلا بعد از اینکه تا جمله مثلا تا فرض کنید تا یک تقسیم 10 فاکتوریل نوشتم، حالا یا یک تقسیم مثلا 7 فاکتوریل نوشتم، حالا سوال اینه که این چقدر خطا داره، مثلا به اندازه 1 واحد خطا داره، به اندازه 1000 واحد خطا داره، به اندازه یک تقسیم 10 به توان 4 خطا داره. در حقیقت این یه سوالیه که برای ما وجود داره و می‌خوایم ببینیم امروز سعی کنیم بهش جواب بدیم. برای اینکه به این سوال جواب بدیم در حقیقت ما خیلی یه ذره میایم ستاپ و شبیه اون چیزی که واسه تقریب خطیه جلو میبریم. در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که خب من فرض کنم که یه f دارم که n بار روی بازه شامل a و x مشتق پذیره و خب من چند جمله تیلور تو نقطه x رو میتونم به این صورت بنویسم که خب همین تعریف چند جمله تیلور بود که داشتیم، و خب من یه خطای تقریب چند جمله تیلور دارم که بهش باقی مانده لاگرانژ هم میگن. این مقدار واقعی fx منهای چند جمله تیلور در نقطه x که ما حسابش کردیم. و سوال اینه که خب این در حقیقت چیزی که ما داریم، این خطایی که داریم چقدر بزرگه. خب من اینو با en x نمایشش میدم به خاطر اینکه به ازای هر n من یه pn x دارم و خب به ازای اونم یه en x دارم. الان میخوام ببینم که راجع به en x چی میتونم بگم یا خطای تقریب چند جمله تیلور هم چی میتونم بگم. در حقیقت اگر من این فرضمو یه ذره بیشتر اضافه کنم، ببین من برای اینکه چند جمله تیلور درجه n رو بسازم نیازمند این بودم که n تا مشتق داشته باشم تو نقطه a. یه ذره این فرض رو بیشتر کنید، فرض کنید که روی این بازه‌ای که شامل a و x n به علاوه یه بار مشتق پذیره، یه مشتق اضافه هم در نظر بگیرید. خب من مشتق آخری رو نمیخوام برای یه چند جمله تیلور جدید نوشتن استفاده بکنم، در حقیقت من این چند جمله تیلور رو میخوام برای چیز استفاده بکنم، برای اینکه خطا رو تقریب بزنم استفاده کنم. ببینید من وقتی که n-م یک بود چه اتفاقی میافتاد، یه بار یه یادآوری بکنیم که وقتی n یک بود چه اتفاقی میافتاد. در حقیقت من اونجا e1 x هم
که در حقیقت اون موقع فقط بهش گفتم EX، خب، و اون بود FX منهای LX که LX تقریب خطیمون بود که در حقیقت هیچی نیست جز چند جملهی تیلور درجه یک. خب وقتی که من اینو داشتم برای تو حالت یک که LX من در حقیقت تقریب خطیم بود که همین P1X دیگه، یعنی چند جملهی تیلور درجه یک بنویسیم، خب این میشد LX. و خطایی که اون موقع داشتیم که در حقیقت الان که این نمادگذاری رو داریم بهش میتونیم بگیم E1X، اون موقع چون فقط با همین سر و کار داشتیم گفتیم E1X و در حقیقت الان با این نمادگذاریمون میتونیم E1X بنویسیم. اون موقع ما گفتیم که FX منهای P1X در حقیقت میشه E1X میشه مشتق دوم در یه نقطه‌ای. حالا اون موقع من گفتم سی ولش کنیم، بذاریم دفعه اسمشو بذاریم سی، انقدر پیچیده نشه. مشتق دوم در یه نقطه‌ای مثل سی بین X و A ضرب در X منهای A به تمام دو تقسیم بر دو فاکتوریه. این چیزی بود که ما در حقیقت از حالت خطی داشتیم دیگه، یاداوری پس N مساوی یک این بود دیگه. در حقیقت حالا باقی مانده لاگرانژ مرتبه یکمون یا خطای تقریب چند جمله تیلور، این باقی مانده لاگرانژ یه اسم دیگه است واسه همین خطای تقریب چند جمله تیلور، خیلی چیز عجیب غریبی نیستش. خطای تقریب چند جمله تیلورمون تو حالت n مساوی 1 در حقیقت میشد مشتق دوم در یه نقطه بین x و a ضرب در x منهای a به تمام دو تقسیم دو فاکتوری، یا حالا تقسیم بر 2 دیگه، دو فاکتوری 2 دیگه. در حقیقت قضیه اینو میگه که الان تو حالت کلی میگه اگر شما n به علاوه یک بار مشتق پذیر بشه روی بازه شامل a و x و خب من این چند جمله تیلورم رو داشته باشم، یه نقطه c بین x و a میتونم پیدا کنم که این خطای من، خطای مرتبه n من که از fx منهای pn x در حقیقت میشه مشتق n به علاوه یکم در یه نقطه c باز بین a و x ضرب در این جمله. در اگر اینو قیافشون نیا کنید، این خیلی شبیه جمله n به علاوه یکم در حقیقت چند جمله تیلور درجه n به علاوه یک دیگه، یعنی اگه من به جای c میذاشتم a این دقیقا میشد جمله n به علاوه یکم چند جمله تیلور، جمله درجه n به علاوه یک چند جمله تیلور درجه n به علاوه یک. یعنی اگه اینو نگاه کنید با این مقایسه کنید دقیقا این دوتا شبیه هم، فقط میشن n به علاوه یک. منتها دقت کنید که این c a نیست دیگه. در حقیقت میگه اگه چند جمله تیلور درجه n‌تون رو دارید و میخواین خطاتون رو تقریب بزنید، خطاتون دقیقاً میشه یه جمله‌ای که از مرتبه n به علاوه 1 ضرب در مشتق n به علاوه 1 در یه نقطه بین a و x. و این خطا دقیق دقیق، یعنی تساویه دیگه، من تقریبا مساوی اینجا نذاشتم. و باز دوباره مثل حالت تقریب خطی، اگر من بتونم مثلا یه کرانی برای قدر مطلق این داشته باشم یا یه گزاره‌ای راجع به علامت این بگم، میتونم خب یه حرفای بیشتری راجع به خطای تقریب خطای در چند جمله درجه انم بگم. دقت کنید که یا یادتون بیادش من اونجام که این کارو میخواستم بکنم بهتون گفتم، گفتم اصل ماجرا تو این تیکه است. خب این تیکه است که خیلی داره ماجرا رو کوچیک میکنه و اینو ما براش معمولا یه تقریب خیلی کیلویی میزنیم. مثلا اگه یادتون بیادش من برای سینوس که میخواستم تقریب بزنم، این سینوس بزنین مثال سینوس پای پنجم رو بیارم، من وقتی میخواستم خطای سینوس رو تقریب بزنم اومدم مثلا مشتق دوم که میشدش کوسینوس رو بس میشه خود اومدم با یک تقریب زدم. بذارید من بیارم اون مثالو. اینجا ببینید من در حقیقت این کوسینوس پای پنجمو که میخواستم تقریب بزنم، مشتق دومم که میشد کوسینوس دوباره منفی کوسینوس، این اومدم خیلی کیلویی با عدد یک تقریب زدم و گفتم ایشالله اوضاع خوب پیش میره. خب یعنی اصلا کار به کار این نداشتم که این حالا کسیه دقیقا چندی که حالا بخوام دقیقش حسابش کنم و اینا، میتونستم رادیکال سه دوم بزنم ولی خود یکم به اندازه کافی برام خوب بودش که بگم کوسینوس از یک کمتره و زندگیمو جلو بردم. اینجا هم اتفاقی که میفته همینه. ببینید بچه ها، من در حقیقت برای این مثال نیازی به این ندارم که بدونم دقیقا سی چیه، فقط میگم سی یه عددی
بین AX حالا بسته به این که X بزرگتر از A یا کمتر از A، C هم بزرگتر از A میشه یا کمتر از A. خب ولی یه C فقط میدونم بین AX، این کل چیزیه که میدونم، بیشتر از اینم لازم ندارم چیزی بدونم. و این میشه مشتق n به علاوه 1 در نقطه C، ضرب در x منهای a به توان n به علاوه 1 تقسیم بر n به علاوه 1 فاکتوری. و اینکه این چه جوری اثبات میشه، اثباتش خیلی خیلی شبیه دقیقاً اون چیزیه که واسه خطای خطی تقریب خطی ثابت کردیم. یعنی دقیقاً اول میایم یه تابجی تعریف میکنیم که هستش این صورتش هستش en x تقسیم بر x منهای a به توان n، بعد میایم از قضیه تیلور تعمیم یافته استفاده میکنیم، بعد با استفاده از استقرا حکم رو به دست میاریم. اثباتش یه نیم صفحه هست توی کتابتون، اگه دوست داشتید برید بخونید. من نمیخوام بگم به خاطر اینکه جزئیاتش خیلی برای این درس ضروری نیستش و خب تو گزینشمون هم نمیادش، و ولی میگم ایده خیلی خیلی شبیه اون چیزیه که برای خطای تقریب خطی، یعنی واسه حالت n مساوی 1 اثباتش کردیم. فقط یه استقرام اضافه میکنیم که بتونیم از n به n به علاوه 1 برسیم. میام اثبات تو کتاب هست، اگه دوست داشتید برید ببینید، ولی خب چون میگم تو گزینش نمیادش و جزئیاتش هم خیلی لازم نداریم، خود حکمو بتونیم ازش استفاده کنیم خیلی مهمتره. میخوام امروز یه ذره راجع به استفاده از این حکم صحبت کنم. پس دقت کنید که من برای به دست آوردن تقریب خطای چند جمله‌ای تیلور درجه n، این فرض رو کردم که چند جمله تیلور درجه n من n به علاوه 1 بار تابع من n به علاوه 1 بار مشتق پذیره. n بار رو لازم داشتم تا چند جمله تیلور درجه n رو بنویسم، یه بار بیشتر فرض کردم رو کل بازه مشتق پذیره، بزنم خط بکشم که رو کل بازه باید n به علاوه 1 بار مشتق پذیر باشه، و از این استفاده کردم و اومدم حکم رو نوشتم. خب بریم مثال همون باز مثال جلسه قبلمون که زدیم ببینیم آیا من میتونم یه ذره بهترش بکنم یا نه. بیایید تا من خب مثال رادیکال 26 رو دفعه پیش اومدیم به کمک خطی سازی تقریب زدیم و دیدیم خطای خوبی هم داشتش، مثلا خورد اولوش 1000 رو من خطا داشتم. من تا این دفعه میخوام یه ذره اوضاع رو حتی جلوتر ببرم. ببینید اگه من یه بار جلوتر برم، خب f x که از x به توان 1/2، خوشبختانه x به توان 1/2 هر چقدر بخوام در حقیقت مشتق پذیره روی بازه‌ای که مثلا شامل 25 و 26ه، یعنی x به توان 1/2 فقط روی سمت صفر بودن و اینا ما چالش داریم. به خاطر همین مثلا الان برای رادیکال 26 ما مشکل نداریم تا به هر چقدر بخوایم مشتق پذیریم. خب مشتق اولش میشه خود اینو تابع هست x به توان 1/2، مشتق اولش میشه x به توان منفی 1/2 ضرب در 1/2 که میشه x به توان منفی 2 تقسیم بر 2، مشتق دومش یه منفی 1/2 ضرب میشه منفی 1/4 ضرب در یه دونه از توان باید کم کنیم x به توان منفی 3/2. یه بار دیگه مشتق بگیریم، من میخوام چند جمله تیلور درجه 2 شو بنویسم برای تقریب خطاش، بنابراین نیاز به مشتق سوم دارم. پس یه بار دیگه هم مشتق میگیریم، یه منفی 3/2 هم ضرب میشه 3/8 ضرب در x به توان منفی 5/2. خب پس در حقیقت من رادیکال 26 رو که هستش f 26 میتونم بنویسم به صورت چند جمله تیلور هم در نقطه 26، بذار دیگه x نذارم دیگه، میتونم اینو بنویسم چند جمله تیلور هم در نقطه 26 به علاوه خطایی که در نقطه 26 دارم. خب دقت کنید که من دارم چند جمله تیلور درجه 2 مینویسم، برای تقریب خطا نیاز دارم که از مشتق سوم استفاده کنم. خب در حقیقت چند جمله تیلور مرتبه 2 تو نقطه 26، خب الان مشتقا رو حساب کردم دیگه، اول میشه خود f 25، من میخوام نسبت به 25 که راحت میتونم 25 به توان 1/2 و تخمین یعنی مقدار دقیقش رو حساب کنم استفاده میکنم دیگه. خب میشه f 25 که میشه رادیکال 25 به علاوه 26 منهای 25 این x منهای a ضرب در مشتق در نقطه 25. خب مشتق در نقطه 25 میشه 1 تقسیم بر 2 رادیکال 25. خب منهای 1/2 1/2 این که به خاطر قضیه تیلور 1/2 x منهای a به توان 2 داشت دیگه، تقسیم بر ضرب در f زگون. خب این 1/2 اون عدد ثابت چند جمله تیلوره،
این ایکس منهای آب توان دوم ضرب در افزگونت در نقطه 25 که خب میشه الان افزگونت حساب که میشه 4 ضرب در 25 به توان 3 دوم. اوکی، به علاوه اینجا دیگه میخوام الان خطامو حساب کنم. خب جمله خطا دوباره یه 1 تقسیم بر 3 فاکتوریال داشت که اینجاست، یه مشتق سوم داره که 3 هشتم عدد ثابت مشتق سوم که اینجا نوشتم، یه ایکس منهای آ به توان 3 داره که 26 منهای 25 به توان 3 است که اینجا نوشتم، و مشتق سوم هم چی بود؟ در حقیقت 3 هشتم سی به توان 5 دوم. دقت کنید که سی یه نقطه بین 25 و 26، من نمیدونم هم چه نقطه، فقط میدونم بین 25 و 26ه. اوکی، پس اینم 3 هشتم سی به توان 5 دوم که اون مشتق سوم من در نقطه سیه. خب اینو جمع و جور کنم، رادیکال 25 که 5ه، این 26 منهای 25 که 1 توان 2 و 3 هم که حساب میکنیم 1، پس این اینجا میشه 1 دهم به علاوه 1 دهم منهای این 1 دوم ضرب در 4 ضرب در 25 به توان 3 دوم، 25 به توان 3 دوم میشه 125، ضرب در 4 میشه 500، ضرب در 2 میشه 1000، پس منهای 1000 به علاوه فکر کنم یه 3 جا انداختم، به علاوه این 3 با 6 ساده میشه یه دوم به من میده. خب و میشه یه دوم ضرب در 8 که میشه 1/16 ضرب در 30 به توان 5 دوم. اوکی، پس این میشه 1 تقسیم بر 16 برابر 30 به توان 5 دوم. خب پس ببینید من تقریبا این شد 5 به علاوه 1 دهم منهای 1 صدم، خطام هم این شد. دقت کنید که من الان این خطا رو میدونم، چون سی میدونم بین 25 و 26 برام اولا میدونم مثبته. خب بنابراین در حقیقت این تقریبی که من زدم حتما کوچیکتر از مقدار واقعی رادیکال 26ه. خب و ثانیاً حالا خود اینو میتونم حتی تقریب بزنم، 1/16 سی به توان 5 دوم، من سی رو میدونم از 25 بزرگتره دیگه، پس 1/3 از 1/25 کوچیکتره، 1 تقسیم بر سی به توان 5 دوم از 1 تقسیم بر 25 به توان 5 دوم کوچیکتره، برای این کمتر مساوی 1/16 ضرب در 25 به توان 5 دوم که 25 به توان 5 دوم میشه 5 به توان 5 که این عدد هست 2 ضرب در 10 به توان منهای 5. اوکی، پس این چیزی که من اینجا دارم یه عدد مثبت کمتر مساوی 2 ضرب در 10 به توان منهای 5. پس نهایتا رادیکال 26 من میشه توی بازه میفته که هست 5 ممیز 0 99 2 0، من مخصوصا 2 0 رو گذاشتم که نشون بدم این معقوله، و 5 ممیز 0 99 0 2. دقت کنید که من اینجا سی رو نداشتم، فقط اومدم گفتم میدونم که سی از 25 بزرگتره و اومدم این تقویم رو ساختم. ممکن بود برعکس باشه و مثلا میگم من لازم بود مثلا سی از 26 کمتره رو استفاده کنم، یا مثلا حتی ممکن بود از سی کمتر از 50 یا 100 رو استفاده کنم. ببینید باز هر جوری بود من این تیکه خود سی به توان 5 دوم، یعنی این FTRC که داشتم و یه جوری باید تخمین میزدم که بتونم این اردر خطامو به دست بیارم. و دقت کنید که نتیجه این ماجرا این شد که الان من عددی که دارم در حقیقت توی یه بازه در حد 2000 افتاد. اوکی، یعنی من تونستم با دقت کمتر از با دقت بیش از 2000 دقیقا رادیکال 26 رو تخمین بزنم. یعنی در حقیقت من مطمئنم الان شما بخواید رادیکال 26 رو بنویسین هست 5 ممیز 0 99 99 0 و بعد از این یا 0 یا 1 یا 2 دیگه، بدترین شرایطش اینه که 2 آخرش. خب خیلی خوب من تونستم اینو تخمین بزنم و راستش این 30 رو من میدونم اکیداً بزرگتر از 25، بنابراین اینو میتونم حتی کمتر اکید بنویسم و حتی اگه دوست داشتید این بازرم باز بذارم، حالا خیلی اهمیت خاصی نداره ولی این بازرم میتونم برای من باز بذارم. اوکی، پس این در حقیقت به من کمک کردش که بتونم رادیکال 26 رو حساب کنم. منتها بچه ها دقت کنید، من
برگردم یه لحظه راجع به این ترم خطا یه چیزی رو ببینیم با هم و بریم جلوتر. ببینید همونطور که گفتم من این ترم خطا به صورت مشتق n به علاوه یکم در یه نقطه یه زد در x منهای آبه تمام n به علاوه یک تقسیم بر n به علاوه یک فاکتوریه. ببینید من همواره اتفاقی که میفته اینه که گفتم اینو چون نمیدونم مقدار دقیقش، اصلا خود سی رو نمیدونم که بخوام اف ان علاوه یک سی رو بدونم، برای من اینو سعی میکنم خیلی کیلویی تقریب بزنم. و دقت کنید اصلا اصل قدرت این ماجرا توی دقیق تخمین زدن این نیست، اصل قدرت ماجرا تو این تیکه است. ببینید x منهای آ به توان n به علاوه یک تقسیم بر n به علاوه یک فاکتوریل، n به علاوه یک فاکتوریل چیزی که خیلی سری گنده میشه، خیلی سری بزرگ میشه و وحشتناک سریتر از x منهای آ به توان n به علاوه یک بزرگ میشه. اصل توان کنترل خطایی که من دارم از اینجا داره میاد. خب نکته قوت اصلیش تو این تیک هست که میگه که آقا خیالت راحت، این تیکه خیلی، یعنی معمولا اتفاقی که میفته اگه من اینو یه جوری به یه زور و ضربی کنترل کنم که خیلی گنده نشه، این خیلی سریع به سمت صفر میره. ببین مثلا فرض کنی من x منهای آ از هم باشه 10. خب ببین من مثلا تا 10 تا جمله برم، چیزی که میخوام بنویسم 10 به توان 11 است تقسیم بر 10 فاکتوریه، مثلا 10 به توان 11 است تقسیم بر 11 فاکتوریه، تا 20 تا جمله برم میشه 10 به توان 20 تقسیم بر 20 فاکتوریه. دقت کن که 20 فاکتوریه یهو خیلی سریعتر از 10 به توان 20 بزرگ میشه، به خاطر اینکه این صورت من اینجا هر دفعه داره یه 10 توش ضرب میشه، این یکی دفعه بعدی داره یه 12 ضرب میشه، دفعه بعدی داره یه 13 ضرب میشه، دفعه بعدی داره یه 14 ضرب میشه. حالا تا 19 رفته بودم 10 به توان 20 تقسیم بر 20 فاکتوریل نمیشته بودم. اگه همین کار رو هی ادامه بدم این مخرجه خیلی بزرگتر از صورته میشه. و برای اصل قدرت کنترل خطای چند جمله تیلور تو این تیکه است. برای خیلی خودتون رو درگیر این نکنید که اینو به بهترین نحو تقریب بزنید، همین که یه تقریب بزن که این خیلی گنده نشه اوضاع خوبه، خیالتون راحت. و مثلا یکی از بچه ها پرسیده بود، گفته بود حالا اصلا چرا تقریب مرتبه 2 زدی، تقریب مرتبه 3 میزدی بهتر نبود؟ چرا احتمالا نتیجه بهتری میداد. ولی خب حالا من میخواستم مثال نشون بدم که تقریب مرتبه 2 چی میشه، چون من تقریب مرتبه 1 رو قبلا حساب کرده بودم، دیده بودم تا 5.09 اومد، همین الان که تقریب مرتبه 2 رفتیم یهو دیدیم 3 4 رقم اعشار دیگه اضافه شد. و خب تقریب مرتبه 3 احتمالا 1 2 3 رقم دیگه اضافه میکنه و هرچی بیشتر این کار بکنم احتمالاً تخمینه من از رادیکال 26 هی بهتر و بهتر میشه. و در حقیقت میتونید ببینید که با همین شرایط شما رادیکال 30 هم میتونید حتی با رادیکال 25 تقریب بزنید، یعنی با چند جمله تیلور هول 25، فقط حالا شاید تقریب مرتبه 2 دیگه کافی نباشه، لازمش تقریب مرتبه 4 و 5 بزنید، ولی تا رادیکال 30 هم میتونید این کارو بکنید، خیلی مشکل خاصی پیش نمیادش. علیرضا قربانی سوال دار، بفرمایید. سلام استاد. سلام، بفرمایید. صدا منو دارین دیگه؟ بله. ببخشید یه سوال اینجا در مورد همین تقریبی که الان زدیم، ما تا قبل از اینکه این قضیه صفحه قبل رو بدونیم، وقتی می‌خواستیم یه تبریق تقریب مرتبه 2 بزنیم، تا مشتق مرتبه 2 می‌خواستیم دیگه، نیاز داشتیم با بست تیلور. ولی الان که اون قضیه رو می‌دونیم، بعد مرتبه 2 تقریبمون رو بهمون میداد، خطایی بهمون نمیداد. خطایی به ما نمیداد. تخمین از خطا نمیداد. مرسی من. بله درست. مرسی من. محمد رضا تقوی بفرمایید. ببخشید اگه یه تابعی داشته باشیم که از همون فاکتوریلمون هم سریعتر مشتقاتش بالا بره، بیچاره میشیم، نمیتونیم از این استفاده کنیم. یه مثال بعدم میزنم برات. بله مرسی. کیوان جمالی بفرمایید. سلام استاد. سلام من هست. بله. ببخشید سوالی که داشتم، الان اگر ما توی اون تقریب کسر تقریب اون که گفتید اهمیتش میشه واسه اون کسره، اگر صورت ما مثلا 10 باشه و بخوایم تقریبمون رو از درجه از مرتبه 2 مثلا به مرتبه 3 ببریم، اینجا خطامون بیشتر میشه. خطا خیلی زیاد. بله خطا ما برعکس، یعنی بس همیشه با افزایش مرتبه قراره تقریب بهتر بشه. آهان.
علل اصول اوضاع بهتر میشه، ولی نه اینطوری نیست که دقیقا خطا یه تابع نزولی باشه، یعنی ممکنه تقریب مرتبه یک بهتر از تقریب مرتبه دو باشه، ولی علل اصول وقتی هی بیشتر بیشتر میکنیم اوضاع بهتر میشه، ولی معنیش این نیست که دقیقا هر یه دونه ای که اضافه کنیم بهتر بشه، این معنیش نیست. خیلی ممنون، خواهش میکنم. اوکی، پس این از این. عرض به خدمت شما که ببینید بچه ها، مثلا یکی از بچه ها سوال پرسه، سوال جالبیه، میگه پس مثلا من رادیکال 120 هم میتونم با رادیکال 16 تقریب بزنم. ببینید خب اینجا الان ما یه تخمینی از میزان خطا داریم و این تخمینی میزان خطامون همونطور که دوستاتون گفتن، وقتی مثلا من 120 و 16 بخوام بزنم اینجا، حالا حالاها صورت خیلی بزرگتر از مخرجه و منو بیچاره میکنه که اگه بخوام این کارو بکنم، در صورتی که اگه به جای رادیکال 16 از رادیکال 121 استفاده کنم، خب خیلی سریعتر به یه تخمین خوب میرسم، ولی کار اشتباهی انجام نمیدم. یعنی اگه رادیکال 16 را شما رادیکال 120 هم بخواید با رادیکال 16 تقریب بزنید، با استفاده از چند جمله تیلور هول 16 میتونید این کارو بکنید، ولی خب بیچاره میشید تا یه تقریب خوب به دست بیارید. مثلا با 10 تا جمله شو حساب کنید تا تازه چیز مثلا یه رقم اعشار در بیارید، در صورتی که اگه مثلا حول 121 بگیرید خیلی سریع خب میتونید به یه تخمین خوب برسید دیگه. یعنی این که من حول هر جایی میتونم این کار کنم معنیش این نیست که هر حول هر جایی کار بهتریه، در حقیقت استفاده از چند جمله هوش تیلور یه حرکت هوشمنده در انتخاب نقطه مناسب و حالا نوشتن تقریبه. خب بریم یه مثال دیگه بزنیم. بیایم من میخوام اینم عدد ای رو اگه من با چند جمله تیلور درجه 7 هول 0 حساب کنم، این چند رقم از عدد ای رو میتونم مطمئن باشم که درست حساب کردم. دقت کنید که خب من ای به توان ایکس و سه تیلورش رو حساب، چند جمله تیلورش رو حساب کرده بودم دیگه، بود یک به علاوه یک تقسیم بر یک فاکتوری، بخشید بودش یک به علاوه ایکس به علاوه ایکس دو تقسیم بر دو فاکتوری، اینطوری بود قیافش. اینو دفعه قبل حساب کردم تا حالا درجه nش میشه x به توان n تقسیم n فاکتوری. اگه چند جمله تیلور هول 0 رو بخوام بنویسم، خب بخاطر اینکه تو نقطه دیگه ای من در حقیقت e به توان x رو نمیدونم مقدارشو به این سادگی ها، برای این ترجیح میدم همین از 0 استفاده کنم. خب اگه من برای خود e در حقیقت هست e به توان 1 دیگه، و این خب چند جمله تیلور درجه 7 هول i ای به توان آزر در ایکس منهای ها به توان آی تقسیم بر آی فاکتوریه. خب حالا اگر که من بخوام ای به توان یک رو تخمین بزنم هول صفر، یعنی ایکس رو بذارم یک، آر رو بذارم صفر، میشه مجموع آی مساوی صفر تا هفت ای به توان صفر ضرب در یک منهای صفر به توان آی تقسیم بر آی فاکتوریه. ببینید بچه ها به صورت قراردادی، البته این تعریف رو میشه دقیق هم کردش، ما علل اصول تعریف میکنیم که صفر فاکتوریل هم یکه. خب دقت کنید صفر فاکتوریل صفر نیست، صفر فاکتوریل یکه. اینو یه قرارداده و قراردادیه که مفیده، خیلی جاها نوشتنمون رو ترتمیزتر میکنه. یعنی مثلا اینجا من میتونم این رابطه رو راحت از آی مساوی صفر بنویسم، چون میدونم مخرجم هم وقتی صفر فاکتوریل یکه و برای من این پس مشکلی نداریم. خب پس در حقیقت عدد ای من که میشه ای به توان یک، در حقیقت میشه بس چند جمله تیلور در نقطه یک هول صفر که میشه این مجموعی که اینجا نوشتم به علاوه خطای مرتبه هفت من. خب پس این میشه سیگما آی مساوی صفر تا هفت یک تقسیم بر آی فاکتوریه، به علاوه یه سی وجود داره تو بازه باز صفر و یک، خب که هست ای به توان سی ضرب در یک منهای صفر به توان هشت تقسیم بر هشت فاکتوریه. عدد مجموع یک تا هفت من اگه این یک تقسیم صفر فاکتوریال تا یک تقسیم بر هفت فاکتوریال رو حساب کنیم، میشه دو ممیز هفتاد یک هشتاد و بیست و پنج، همچین چیزی تقریبا. حالا یه ذره ادامه داره دیگه، این تموم نشده، ولی حالا من تا چهار پنج رقم اعشارش رو نوشتم اینه. خب و در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که حالا من میخوام خطامو تخمین بزنم. این قسمتش که خیلی خوبه، یک به توان هشت که یک. خب 8 فاکتوریال هم خیلی خوبه، به خاطر اینکه ما عددش رو دقیقا میدونم، 40320 یا همچین چیزایی بودش، اینم که میدونم. مشکلم ای به توان سیه. خب من سی رو میدونم بین 0 و 1 و ای به توان ایکس هم میدونم یه تابع صعودیه،
برای من ای به توان سی از خود ای به توان یک تقسیم بر 8 فاکتوریال کمتر. حالا من خب خود ای رو که نمیدونم چنده، ولی بهتون گفته بودم که ای عددی بین 2 و 3 است. فرض کنید انقدر رو میدونیم. خب که ای به توان سی، دقت کنید که ای به توان سی مشتق 8 ای به توان ایکس در یه نقطه مثل سی بین 0 و 1. خب مشتق ای به توان ایکس همه مشتقاش خود ای به توان سی دیگه. اوکی، پس این ای به توان سی رو دارم و این میدونم که چون سعودی از ای به توان یک کمتره، ای به توان یک هم من قبول کنید یه جایی، حالا من اینو تو بحث انتگرال دقیق براتون ثابت میکنم که چرا ای به توان یک از سه کمتره، ولی قبول کنید که این از سه کمتره. پس این عدد از سه تقسیم بر 8 فاکتوریال کمتره که تقریبا هست 0.4 تا 0.74. بنابراین اگه من این عدد رو کم و زیاد بخوام بکنم از این عدد، در حقیقت باید زیاد بکنم، اضافه کنم به این عدد، عدد رو زیاد کنم خودشو بخواد بکشه دیگه، میخواد این دوه رو عوض بکنه دیگه، یعنی این 7 و 5 بخوام با هم جمع بشن این دو رو ممکنه بکنه 3. بنابراین پس من این سه رقم اول بعد از اعشار رو مطمئنم که درسته و بنابراین این تقریبی که من از ای دارم تا سه رقم بعد از اعشار درسته. اوکی، پس در حقیقت اتفاقی که افتادش این بود که من اومدم این چند جمله تیلور درجه 7 رو حساب کردم. دقت کن که چند جمله تیلور درجه 7 جمله اولش صفره، توان صفره، من نمیتونم اینو بیخیالش بشم و با استفاده از این فهمیدم ای رو تا سه رقم بعد از اعشار درست کردم. دوست داشتین میتونستم یه رقم بیشتر یعنی مثلا تا 9 مثلا تا 8 تقریبا رو بزنم، یعنی تا اینجا تا 1/8 فاکتوریال باشه، بعد خطای من از اردر 1 تقسیم بر 9 فاکتوریال میشد و مثلا احتمالا خب این خیلی بازم بهتر میشد. دقت کنید که من این عدد رو اگه به این بالایی اضافه کنم، به این اون 4 تا صفرش تا 2 میاد، 7 رو که با 5 جمع کنم ممکنه بشه 12 و این 2 رو عوض بکنه بشه 3. بنابراین در حقیقت من این ستای اول رو مطمئنم که حتما درسته، این 2 ممکنه بشه 3، اینقدر نمیتونم مطمئن باشم که چیزه. اوکی، آن بچه ها میگن که این اینا نامساوی ها اکید نیست. چرا؟ اکید هم میتونی بنویسی، ولی خب اکید باشه که همتر مساویش هم درسته دیگه. اوکی، این پس این تیکه هم من چیز کنم این بنویسم به خاطر سعودی بودن ای به توان ایکس، این نامساوی از اینجا اومد، اینم که ای به توان یک از سه کمتره رو که قبلا گفتم. ببینید بچه ها دقت کنید، باز الان چون 2-3 نفر پرسیدن گفتم 0 فاکتوریال قرار دادن بهش میگیم 1. در حقیقت قرارداد خیلی قرارداد عجیبی نیست دیگه، من همواره n به علاوه 1 فاکتوریال تقسیم بر n به علاوه 1 هست n فاکتوریال دیگه، پس 0 فاکتوریال هستش 1 فاکتوریال تقسیم بر 1 که میشه همون 1. خب ولی فرض کنید یه قرارداده و خب هیچ جا تو نوشتارمون مشکل پیدا نشه، در حقیقت هر جا شما به 0 فاکتوریال نیاز داشته باشید بنویسید 1 درسته، به خاطر اینکه در حقیقت فاکتوریال با تو این رابطه صدق کنه و 0 فاکتوریال هم تو این رابطه صدق میکنه. اوکی، حالا فعلا قراردادشو که قاعدتا تو دبیرستانم دیده بودید دیگه، خیلی چیز جدیدی که نیستش دیگه این ماجرا. اوکی، یکی از دوستان پرسیده این 3 کجا اومد از اینکه ای کمتر از 3 اومد. خب بریم ادامه بدیم درسمونو. ببین یه چیزی که از چیزایی که توی نوشتن‌های شما ممکنه یه چیزی بهتون کمک کنه، یک مفهومی به اسم اوردر یا مرتبه. خب در حقیقت من خیلی جاها برام مهمه که بدونم یه چیز مرتبه بزرگی یا مرتبه کوچیکیش چقدره. برای من یه نمادگذاری برای ماجرا داریم تو ریاضیات که بهش میگیم اوی بزرگ. این اوی بزرگ ها صفر انگلیسی نیستش. خب در حقیقت ما میگیم که اف ایکس اوی بزرگ یو ایکسه. خب اگر که بذارید من اول این تیکش رو چیز کنم، خب
به من میگن که f x اوی بزرگ u x. خب اگر که قدر مطلق f x یک کای وجود داشته باشه، خب که در حقیقت قدر مطلق f x کمتر مساوی k برابر قدر مطلق u x باشه. خب یعنی در حقیقت من با یه ثابتی ضرب کردن، تو دقت کنید تو قدر مطلق u x، در حقیقت از قدر مطلق f x بزرگتر مساوی بشم. دقت کنید که این ماجرا به صورت کلی میشه تعریف کرد. یعنی اگه بگیم f x اوی بزرگ u x، یعنی همین، یعنی یه کای وجود داشته باشه که در حقیقت این اتفاق بیفته، قدر مطلق f x کمتر مساوی k برابر قدر مطلق u x باشه. خب به تب توی این شرایط اگه f ناصف باشه، خود به خود از این نامساوی در میاد که کای ما باید مثبت باشه دیگه، بخاطر اینکه عدد منفی ضرب بشه که خب، یا صفر ضرب بشه که نمیتونه از عدد مثبت که قدر مطلق f x بزرگتر باشه. ولی در حقیقت من ممکنه یه موقعی تابم همیشه تو این رابطه صدق نکنه، مثلا نزدیکای i این اتفاق بیفته. برای مثلا ممکنه من این تعریفم داشته باشم که اگه x به سمت a بره میگیم f x i بزرگ u x، اگه توی یه بازه بازی شامل آ این اتفاق بیفته، این نزدیکای آ که نگاه میکنیم اف ایکس کمتر مساوی کا برابر یو ایکس باشه. به عنوان مثال در حقیقت بذاریم اینو بگم، مثلا به عنوان مثال ما میدونیم سینوس ایکس اوی بزرگ ایکس، اوی بزرگ خود تابع ایکسه، به خاطر اینکه همواره قدر مطلق سینوس ایکس از قدر مطلق ایکس کوچیک‌تر. خب پس سینوس x همواره اوی بزرگ xه. یا باز به عنوان مثال وقتی که x به سمت صفر بره، خب x2 اوی بزرگ xه، به خاطر اینکه من میدونم قدر مطلق x2 کمتر مساوی از قدر مطلق xه، به ازای هر xی تو بازه منفی یک و یک. اگه من منفی یک و یک رو بگیرم، خب x به توان دو از خود x قدر مطلق x کمتر میشه دیگه، یعنی چون من دارم توی عدد کوچیکتر از یکی ضربش میکنم. برابر این وقتی که x به سمت صفر بره، x2 اوی بزرگ x. خب اگرچه که x2 علل اصول اوی بزرگ x نیست، ببین دقت کنید که من بعد از یک x2 هی بزرگتر بزرگتر میشه، من اینطوری نمیتونستم بنویسم برای x2 اوی بزرگ x. خب به خاطر اینکه x2 تقسیم بر x میتونه به دلخواه بزرگ بشه رو کل r، ولی نزدیکای صفر تو این رابطه صدق میکنه، x2 اوی بزرگ x میشه. اوکی پس در حقیقت من دو جور اوی بزرگ میتونم داشته باشم، یا کلی یا نزدیکای یه نقطه. نزدیکای یه نقطه هم یعنی توی بازه باز دلخواهی شامل اون عدد. در حقیقت من توی بازه باز دلخواهی شامل صفر که دلخواه دوست داشتم منفی یک و یک گرفتم، یکی ممکن بود بیاد منفی یه دوم و یه دوم بگیر. اوکی پس در حقیقت من این رابطه داشته باشم. دقت کن که اوی بزرگ بودن و کوچیک بودن یه چیز چی میگن یکتایی نیست دیگه، مثلا هم x2 اوی بزرگ قدر مطلق x توی این باز منفی یک و یک، هم x اوی بزرگ x، هم x اوی بزرگ x2، کلی ما اتفاق مختلف میفته. و دقت کنید که میگم این بازه ای که وقتی من دارم از این نزدیکای یه نقطه استفاده کنم، این بازه دست منه و این کاهن فقط یه عددی باید وجود داشته باشه، مهم نیست چی باشه، ممکنه 100 میلیون باشه اوکیه، 100 میلیون هم باشه اوکیه، فقط باید توی این رابطه صدق بکنه. اوکی و خب چند تا چیزو خیلی ساده و راحت ما میتونیم از این ماجرا بفهمیم. مثلا اگه f اوی بزرگ u x باشه، اون وقت به ازای هر c برابر f هم اوی بزرگ u x میشه، بخاطر اون کایی که اون قبلا داشتیم کافیه ضرب در قدر مطلق c کنیم. یا اگه f و g اوی بزرگ u باشن، وقتی من اینطوری f و g نوشتم و u منظورم اینه که اینا همه تابع اند دیگه، دیگه اون x شو برای خلاصه شدن ننوشتم، اگه f و g اوی بزرگ u باشن، من مخصوصا اینو یکیشو اینجوری نوشتم یکیشو اینجوری به خاطر اینکه حواستون باشه من ممکنه که از جفت این نمادگذاری ها استفاده کنم. اگه f و g اوی u باشن، f به علاوه g هم اوی u یا f منهای g هم اوی u، به خاطر اینکه اگه f مثلا کمتر مساوی k، اگه f کمتر مساوی k برابر u باشه،
یک برابر یو باشه، جی هم کمتر مساوی کا دو برابر یو باشه، اف به علاوه جی و اف منهای جی هم کمتر مساوی کی یک به علاوه کی دو برابر یو میشن به خاطر نابرابری مثلث. اوکی، پس در حقیقت من همواره میتونم اف به علاوه جی هم بنویسم اوی بزرگ یو، و یا اگه اف ایکس اوی بزرگ ایکس منهای آ به توان کاذب در یو ایکس باشه، وقتی که ایکس به سمت آ میره اف ایکس تقسیم بر ایکس منهای آ به توان کا هم اوی بزرگ یو میشه. در حقیقت من این ایکس منهای آ به توان کا رو میتونم تقسیم کنم و این به دو طرف اوی بزرگ بودن میتونم تقسیم کنم یه جمله ثابت. اوکی، یه تاب ثابت رو میتونم دو طرف تقسیم بکنم. این چیزی که داره میگه اینه دیگه، هم اف رو به این تقسیم کردم، هم این عبارت این تو رو به این تقسیم کردم. پس من در حقیقت میتونم دو طرف رو به یه چیزی تقسیم کنم تو اوی بزرگ بودن. خب این به چه درد میخوره؟ این به دردی که میخوره اینه که من میتونم سعی کنم در حقیقت یه چیزایی رو ساده تر و راحت تر بدونه که وارد جزئیات باشم بنویسم. در حقیقت دقت کنید که این اوی بزرگ بودن داره همچین معنی میده، منتها اگه من خواستم دقیق بنویسم باید میگفتم اون کار رو برو پیدا کن و اینا، ولی ممکنه اینو خیلی راحت بتونم اینجوری بنویسم. به عنوان مثال یه قضیه ساده بهتون بگم. فرض کنید که اف ایکس باشه تابع، یه تابع اف داشته باشم که مساوی باشه با یه چند جمله‌ای درجه حد اکثر n به علاوه اوی بزرگ ایکس منهای آ به توان n به علاوه 1. خب وقتی که ایکس به سمت آ میره، فرض کنید ایکس که به سمت آ میره، اف ایکس در حقیقت این معنیش اینه که یه بار من بنویسم که بدونید دارم چی کار میکنم. این چیزی که من اینجا نوشتم معنیش اینه که قدر مطلق اف ایکس منهای کیو این ایکس کمتر مساوی کا، یه کایی وجود داره که قدر مطلق ایکس منهای آ به توان ان به علاوه یک، این معادل با این. خب این چیزی که اینجا نوشتم معادل با اینه که fx منهای qnx کمتر مساوی k برابر x منهای a به توان n به علاوه 1. یعنی وقتی که x به سمت a میره خیلی خیلی سریع از اوردر x منهای a به توان n به علاوه 1 این اختلاف داره به صفر میره. دقت کنید که وقتی من x به سمت a میره x منهای a به توان n به علاوه 1 خیلی سریع تر به صفر میره. خب بنابراین این که من اینو دارم مینویسم یعنی که فاصله f و qn در حقیقت اینجا اینطوری میگیم از مرتبه n به علاوه 1 داره به صفر میره. قضیه چی میگه؟ قضیه میگه که اگر من بدونم که f x رو میتونم به صورت یه چند جمله درجه حد اکثر n، خب به علاوه یه خطایی بنویسم که حد اکثر مرتبه n به علاوه 1 باشه، یه خطای مرتبه n به علاوه 1. دقت کن که من اینجا هرچی n رو بزرگتر کنم این کوچیکتر میشه نزدیک a. خب در حقیقت اگر این اتفاق بیفته این چند جمله درجه n باید حتما چند جمله تیلور درجه n باشه. در حقیقت یادتونه من میگفتم چند جمله تیلور درجه n، جلسه قبل گفتم چند جمله یه در بهترین چند جمله یه درجه n که تو نقطه a داره تا برای تخمین میزنه، در حقیقت به این معنا این داره میگه که من تنها چند جمله یه درجه حد اکثر n که میتونه انقدر اف انقدر میتونه خوب تخمین بزنه که خطای من حتی از ایکس منهای آ به توان ان به علاوه یک هم سریعتر به صفر بره، چند جمله تیلور درجه ان. چند جمله تیلور درجه ان این خاصیت رو داره و هیچ چند جمله تیلور چند جمله دیگه در نداره. حتی اینکه چند جمله تیلور درجه ان داره یه ذره چالش داره، ولی حالا بیخیال، ولی میگه هیچ چند جمله دیگه ای نمیتونه این ویژگی رو داشته باشه، فقط و فقط چند جمله تیلور درجه n این خاصیت رو میتونه داشته باشه. این که اثباتش چیه تو کتاب اومده، ولی به خاطر پیچیدگی که داره من نمیخوام شما رو درگیر این ماجرا بکنم. خب و میخوام در حقیقت بخوام این ماجرا رو حساب کنم. ببینید بچه‌ها یکی دو نفر پرسیدن این چرا شد خطا. ببینید من الان fx منهای کیو ان ایکس رو حساب کنم چی داره میگه؟ این شد اوی ایکس منهای آ به توان ان به علاوه یک دیگه. الان
این چیزی که بالا نوشتم با این معادله دیگه. خب و این با توجه به اون خاصیتی که گفتم از چیز به این معنا میشه که fx منهای qnx تقسیم بر x منهای a به توان n، این میشه اوی x منهای a. درسته؟ و در حقیقت نتیجه این ماجرا اینه که لیمیت x به سمت a بره fx منهای qnx تقسیم بر x منهای a به توان n، این چون کمتر مساویه از یه عدد ثابت کایی ضرب در قدر مطلق x منهای a، پس این حد میشه صفر. اوکی، به خاطر اینکه ببینید الان اینو من میخوام بنویسم، این o x منهای a است دیگه، یعنی کمتر مساویه k برابر قدر مطلق x منهای a است. خب وقتی x به سمت a بره، قدر مطلق x منهای a به صفر میره، k برابر قدر مطلق x منهای a به صفر میره، بنابراین اینم باید به صفر بره. نتیجه چی میشه؟ یعنی f x منهای q n x حتی از x منهای a به توان n داره سریعتر به صفر میره. اوکی، در حقیقت اینو من بخوام جمع و جورش بکنم، این داره میگه که این f x منهای q n x از x منهای a به توان n هم داره سریعتر به صفر میره. خب به خاطر همینه که میگم ببین وقتی نزدیکای یه نقطه یه چیزی رو میگیم اوی x منهای اون نقطه حالا به یه توانیه، یعنی داره میگه که خطا چقدر کوچیکه. ببینید الان من نزدیک صفر نگاه کنید، x بزرگتر مساوی قدر مطلق x بزرگتر مساوی قدر مطلق x2 بزرگتر مساوی قدر مطلق x3 بزرگتر مساوی قدر مطلق x4، من هر کدوم اینا رو که نگاه کنم نزدیک صفر سریعتر و سریعتر داره به صفر میره. خب و اگه یه چیزی رو من بگم اوی بزرگ قدر مطلق x، یعنی یه ذره سریع داره به صفر میره. اگه بگم اوی قدر مطلق x2، اوی x2 در واقع خیلی سریعتر داره به صفر میره. اگه بگم اوی x3، بازم سریعتر داره به سمت صفر میره. اینو شاید اینجوری به قول معروف ابسترکت و مجرد سخت باشه، فهمید؟ مثالی بخوام بگم خیلی راحت تر میشه. در حقیقت من برای چند جمله تیلور میتونم اینطوری بنویسم. ببین مثلا من چند جمله تیلور ای به توان ایکس رو حساب کرده بودم، بود یک بله ایکس بله ایکس دو تقسیم دو فاکتوریه بله ایکس سه فاکتوریه، اینو میتونم اینجوری بنویسم تا ایکس ان تقسیم بر ان فاکتوریه به علاوه او ایکس ان به علاوه یک. خب در حقیقت میگه اون مابقی که دارید یه چیزیه که حتی از ایکس به توان ان به علاوه از یه مضربی از ایکس به توان ان به علاوه یک کمتر مساویه. خب یا کوسینوس ایکس رو که بخوایم بگیریم، در حقیقت اینو میتونم بنویسم یک منهای این حالا چند جمله تیلورش حول صفر، میتونم اینو تا جمله دو نومش رو بنویسم به علاوه اوی ایکس به توان دو ان به علاوه دو، بخاطر اینکه بعد از این من در حقیقت خطایی که دارم چیه هستش مثلا سینوس یا کوسینوس ببخشید مشتق بعدی که میخوام نگاه کنم میشه کوسینوس در یه نقطه‌ای مثل سی تقسیم بر دو ان به علاوه دو فاکتوریل ضرب در ایکس به توان دو ان به علاوه دو. دیگه خطایی که من دارم از این کمتر مساویه که این کمتر مساویه یه عدد ثابتی، این صورت هم که کمتر مساوی یکه، برای من این از یه عدد ثابتی ضرب در ایکس به توان دو ان به علاوه دو خطای من کمتر. یا اینجا خطایی که من توی ای به توان x قرار بود داشته باشم این بود دیگه، x به توان n به علاوه 1 تقسیم بر n به علاوه 1 فاکتوریل ضرب در ای به توان یه c که c بین 1 و x. خب پس در واقع کمت اوی x به توان n به علاوه 1 میشه. خب بین بچه ها من این در حقیقت این هم ارزینایی که شما ها میگید نمیدونم چیه. خب و این او رو الان یه ذره صبر کن، یه ذره چیزه چی میگن گنگه، من الان تو مثال بعدی که براتون صحبت کنم کامل ماجرا رو متوجه میشید. تا همینجاش این تیکر که باید متوجه بشید دیگه. به الان من چقدر خطا میتونم اینجا داشته باشم؟ این چند جمله تیلور درجه دو ان کوسینوس دیگه. خب
تن چند جمله تیلور درجه دو ان به علاوه یکیش هم که یه صفر اضافه میشه اینجا، چون مشتق بعدی دوباره میشه سینوس که تو نقطه صفر صفره، بعد میشه خطای من میشه از این اوردر دیگه، کوسینوس یه نقطه سی بین صفر و ایکس تقسیم بر دو ان به علاوه دو فاکتوریل ضرب در ایکس به توان دو ان به علاوه دو. برای من خطای من میشه اوی ایکس به توان دو ان به علاوه دو. اوکی، این که این بستام از کجا آمد؟ اینا چند جمله تیلورای درجه n دیگه، یعنی من در حقیقت دو ستشو مثالشو جلسه قبل حساب کردم. اینا چند تا مثال از چند جمله تیلوره که خوب بلد باشید و حفظ بشید. ای به توان x رو که حساب کردیم، ای به توان x میشد مشتقا رو همینجور مشتق میگرفتیم در نقطه صفر، بعد ضرب در این مشتق، یعنی ای به توان x رو می‌خواستیم چند جمله تیلورش حساب کنیم، این بود دیگه، بود ای به توان a به علاوه ای به توان a ضرب در x منهای a تقسیم بر 1 فاکتوریال به علاوه ای به توان a ضرب در x منهای a به توان 2 تقسیم بر 2 فاکتوریال. خب یه لحظه این اسلاید فکر کنم من زود اومدم سراغش، یه دقیقه. این چند تا مثال برای حفظ کردن چند جمله تیلور. اینا چند جمله تیلورای درجه n، یا اینا چند جمله تیلورای درجه n این توابع که به راحتی میتونید با مشتق گیری در نقطه صفر حسابش کنید. چند جمله تیلور هول صفر این سه تا تاب است. این دو تا چند جمله تیلور در این چند جمله تیلور درجه 2 n کوسینوس، اینم چند جمله تیلور درجه 2 n علاوه 1 سینوس. اینا رو با مشتق گیری به عنوان مثال میتونید حساب کنید. این که خطامون چرا این میشه، به خاطر اینه که در حقیقت قضیه خطای چند جمله تیلور. ولی فکر کنم اینجا سوال زیاد شد، من یه استراحت 11 و 31 دقیقه است تا 11 و 40 دقیقه میدم و سوالا رو هم جواب میدم. اگه دوست داشتید اون جوابا به سوالا رو بشنوید بعدا. سپر مزاری بفرمایید. سلام استاد، صدا هست؟ بله. یه لحظه اسلاید قبلو میشه بیاری؟ بله. اون بالا کیوی ان رو گفتین حد اکثر ان درجهش انه، بعد من یه سوال دارم، اون حدی که اون پایین گرفتین مخرجش هم ایکس منهای یک عامله ان تا عامل صفر شونده داره. خوب. اگه قرار باشه یه عدد صحیح بشه، نباید صورت یه عامل صفر شونده بیشتر داشته باشه؟ عامل صفر شونده مال چند جمله ای هست. خب عامل صفر شونده، ولی شبیه اون چیزی که شما میگید، این داره میگه که خب این حداقل ان تا عامل صفر شونده داره به قول شما، ولی چون چند جمله اینی صورت من اصلا نمیتونم اینطوری بگم. خب یعنی این یه چیزی که سریعتر از ایکس منهای آ به توان ان به صفر میره، همین این چیزیه که میشه گفت که نتیجه اینه که وقتی اینو حتی به ایکس منهای آ به توان ان تقسیم میکنیم داره به صفر میره دیگه. عامل صفر شونده نباید قاطی کنید، عامل صفر شونده فقط و فقط مال چند جمله ای است. آها میچی فهمیدم، ولی در حقیقت این درسته. مثلا حالا این مشتقای اول دوم تا انومش توی آ صفر مثلا، به این معنی بگید عامل صفر شونده درست. بله خیلی ممنون، خواهش می‌کنم. سنا منصوری بفرمایید. خسته نباشید. بله دوستان، توی مثالی که الان داشتین، یعنی یه توضیحی که داشتین میدادین، گفتین که x2 و x3 خب تو بازه 0 تا 1 خیلی خب سریع‌تر به 0 نزدیک میشن، بعد میگفتین که او اینا حالا دیگه خیلی بیشتر داشته. نه خیلی بیشتر نه، یعنی منظورم اینه که یه چیزی او x باشه خیلی سریع‌تر به 0 میره تا او x باشه، نه که اوشون سریع‌تر تر میشه. x از x سریع تره، او x هم از او x سریع تره. این فکر کردیه منظورم این که او x سریع تر از خود x است؟ نه. اوکی؟ من آریانه ای نشنیدم، بکنم شاید صداتون مشکلی پیدا کرده خانم منصوری. خب بذارید یه لحظه من ببینم اگه میتونم، شاید یه بار میکروفونشون رو مجبورشن قطع و وصل کنم، اگر نه بفهمید صدا تو من. آره آره الان میاد. مثال آخریه میشه، این مثال آخری یه لحظه صبر کنید، این من بعد موقع گفتم اون مثال قبلی، یعنی الان چالش او چند جمله تیلور رو با هم قاطی کردم، یه لحظه اونو بیخیال. من میخواستم بگم الان خب تو اون سؤال او کچی آن کچی
خب در حقیقت داره میگه که خطای شما نزدیک صفر از مرتبه x به توان n به علاوه 1 هم داره سریعتر به صفر میره. یعنی مثلا فرض کنید شما فاصلتون با صفر تو حدود 1/10 باشه، این میگه که خطای تقریبتون از 10 به توان منفی n کمتر، یعنی تا n رقم اعشار تقریبا درست در آوردید. اوکی خواهش من. آرمان زاده محمدی بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. ببخشید اول این جلسه ما اول تخمین خطا رو گفتیم درسته؟ که میشد به توان n به علاوه 1 میرسه، یعنی تا هر جا میرفتیم n به علاوه 1 میشد تخمین خطا. الان این اویی که داریم میگین همونه یا نه؟ آره دیگه دقیقاً ببین الان من در حقیقت یه x منهای، یعنی الان من این دوتا رو با هم بگیرم، اگه بدونم این عدد یه چیز کنترل شده است بین 0 و x کمتر مساوی 1 کاییه، این کمتر مساوی k برابر x منهای a به توان n علاوه 1 میشه دیگه، اگه بدونم این کمتر مساوی 1 کاییه رو کل بازه a تا x. درست درست. خب دیگه بعد پس میشه اوی x منهای a به توان n علاوه 1 به همین دلیل. بعد تو بازه‌های مختلف فرق میکنه درسته؟ آره آره آره. و یعنی خیلی مرسی. باید حواستون باشه که چه جوری از این استفاده بکنید، اینو بعد ازش استفاده بکنید تا چیز بعدی میده، ولی فعلا من اگه بتونم اینو بنویسم کمتر مساوی قطر مطلق کا، این درست. مرسی خیلی ممنون. خب بچه ها راست میگن، یکی از دوستان تذکر به جایی داد، گفتن این چه استراحتی شد، من سوال مانی محمودی هم جواب میدم بعدش یه استراحت مثلا تا مثلا 11:50 میدم. بفهمید مانی محمودی. سوال واسم پیش اومد، اون مثالی که زد واسه قدر مطلق x بزرگتر از قدر مطلق و اینا، این چیز ملموسه قشنگ میشه فهمید که اونا هر چی توانش میره بالاتر میاد پایین بیشتر به صفر، ولی توی این مثال در واقع fx منهای q و n x من خیلی مفهومی نه، من خیلی ملموس که اصلا من نه f میدونم چه نه q و n که بخوام این کار کنم، فقط دارم میگم که فرض کن f منهای q و n داره سریعتر از x منهای a به توان n علاوه 1 به صفر میره وقتی که x به سمت a میره. این تیکش که ملموسه، این دقیقا مثل x به توان n علاوه 1 میمونه. اون که مشکل نداره. خب ما فرضی که داریم میکنیم باید... خب دیگه میگم فرض کن که f منهای q و n x خیلی سریع به صفر میره، اون وقت این اتفاقی که میگم میفته. مرسی. خواهش میکنم. خب بچه ها من یه استراحتی میدم تا 11:50 11:50 کلاس ادامه میدیم. خب ادامه بدیم درسو. من فکرم یه ذره عجله کردم توی سراغ نتیجه نهایی رفتن، میخوام چیز کنم، میخوام که یه ذره مثال بزنم راجع به او. ببین ما گفتیم اوی بزرگ، اگر که من بتونم یه کای پیدا کنم که قدر مطلق f x کمتر مساوی k برابر قدر مطلق u x باشه، میگم f توی حالا اون ناحیه اوی بزرگ u x. به عنوان مثال بیاین فرض کنیم من x رو تو بازه منفی 1 و 1 بگیرم و بیاین چند جمله تیلور مرتبه 2 رو برای تخمین این به توان x بگیریم. خب چند جمله تیلور مرتبه 2 میشه 1 به علاوه x به علاوه x 2 تقسیم بر 2 فاکتوریل برای تخمین e به توان x، و در حقیقت من خب یه خطایی داره این تخمینم دیگه که اسمشو میذاریم ای، نمیدونم چه گذاشتم E3، منظورم E2 بود، میخواد یه خطای چند جمله تیلور مرتبه 2ه. خب و پس یه خطای E2 X هم دارم. حالا آقای من در مورد خطای E2 X چی میدونم؟ E2 X رو میدونم هستش در حقیقت ای به توان یه C وجود داره بین 0 و X که این خطا هست ای به توان سی ضرب در ایکس به توان سه تقسیم بر سه فاکتوری. خب دقت کنید که ای به توان سی توی این بازه منهای 1 و 1 حتما از ای به توان 1 کمتر مساویه دیگه، برای این پس این کمتر مساویه ای به توان 1 ضرب در سه تقسیم بر سه فاکتوریل ضرب در ایکس به توان سه. خب بنابراین خطای ای دویی که من دارم میشه اوی ایکس به توان سه، به خاطر اینکه از یه عدد ثابتی ضرب در قدر مطلق x به توان 3 کمتر مساویه.
اوکی، این پس یه مثال، یه مثال ساده. بعد من یه باز دوباره یه مثال دیگه هم بزنم. خب بیاین تابع اف ایکس مساوی کوسینوس ایکس رو در نظر بگیرید. خب اف ایکس مساوی کوسینوس ایکس، در حقیقت من اگه بیام چند جمله تیلور رو حول صفرش رو بنویسم چی میشه؟ در حقیقت این چند جمله تیلور رو حول صفرش این میشه دیگه. اف ایکس رو من میتونم بنویسم اف صفر به علاوه اف پرایم صفر ضرب در ایکس تقسیم بر یک فاکتوریل به علاوه اف زگونت صفر ضرب در ایکس به توان دو تقسیم بر دو فاکتوریل به علاوه اف تیرس صفر ضرب در ایکس به توان سه تقسیم بر سه فاکتوریل به علاوه خطای چند جمله تیلور مرتبه سه. درسته؟ من خب میتونم اینم اینطوری بنویسم دیگه. دقیقا من اومدم چند جمله تیلور مرتبه سه رو نوشتم به علاوه خطاش. خب حالا اینو ببینم این چی میشه. دقت کنید که مشتق کوسینوس در نقطه، مقدار کوسینوس تو نقطه صفر که میشه یک، مشتقش میشه منفی سینوس که تو نقطه صفر میشه صفر، برای من این دیگه میشه صفر. مشتق دومش میشه منهای کوسینوس که تو نقطه صفر میشه منفی یک، برای من میشه منهای ایکس دو دوم. مشتق سومش باز میشه منفی سینوس که تو نقطه صفر میشه صفر به علاوه یه ای سه ایکس. خب این چیزیه که اگه من چند جمله تیلور مرتبه سه بنویسم این قیافه این میشه دیگه. در حقیقت تا سه تا چوبت بنویسم و خطای مرتبه سه، میتونستم تا ده بنویسم، بیس بنویسم، حالا هرچی که دوست داشتم، ولی فعلا من حالا میخوام سه رو بهتون نشون بدم که ببینید چه اتفاقی میفته. خب پس در حقیقت دقت کنید که الان من خطایی که دارم خطای چند جمله تیلور درجه سه است دیگه. حالا از قضا خب ضریب ایکس به توان سه شده صفر رو تو این رابطه من نمیبینم. حالا در مورد خطامون چی میدونیم؟ در مورد قدر مطلق ای سه ایکس، در حقیقت ای سه ایکس میدونم هست مشتق چهارم توی نقطه ای که مشتق چهارم کوسینوس دوباره میشه خود کوسینوس، بنابراین میشه کوسینوس در یه نقطه ای مثل سی ضرب داره ایکس به توان چهار تقسیم بر چهار فاکتوری. خب حالا من که کوسینوس رو میدونم همواره اصلا کمتر مساوی یک دیگه قدر مطلقش، برای اینو میتونم بنویسم کمتر مساوی یک تقسیم بر چهار فاکتوریل قدر مطلق ایکس به توان چهار. درسته؟ و در نتیجه پس ای سه ایکس من میشه اوی ایکس به توان چهار. در حقیقت من همواره خطایی که خواهم داشت از یک بیست و چهارم قدر مطلق ایکس به توان چهار کمتر خواهد بود. خب پس ببینید در حقیقت من خیلی جاها با یک کنترل مناسبی روی ترم خطای چند جمله تیلور میتونم بنویسم که خطای چند جمله تیلور درجه n اوی ایکس به توان n به علاوه یک خواهد بود. خب این که چه نیازی داریم که من تعریف او بکنم، این خیلی جاها نوشتن رو ساده تر میکنه و اینا من میتونستم همیشه اینجوری بنویسم، ولی خب خیلی جاها نوشتن رو ساده تر میکنه و منو درگیر محاسبات این عدد ثابت نمیکنه. خب این نکته مهمیه که من در مورد او دارم. بعد مثلا نگاه کنید که اگه من اینو میخواستم دقیق بنویسم، یعنی اگه من بخوام اینو تساوی بنویسم حتما باید خطا رو بنویسم. برای من چیزی که اینجا باید بنویسم این باید باشه که اف مثلا اف چهار سی ضرب در ایکس به توان چهار تقسیم چهار فاکتوریل برای یه ایکس سی که بین صفر و ایکسه. این خیلی راحت تر که بگم آقا اون چیزای مد دیگهش ببینید این چی بود، اف چهار سی ضرب در ایکس به توان چهار تقسیم چهار فاکتوریل. این که من همه این زواید رو بزنم بگم بابا اونا رو ول کن، اونا یه سری چیزای غیر مهم، من اصل ماجرا اینه که ایکس به توان چهار،
یعنی وقتی که تو x نزدیکتر به a بشه، از اوردر x به توان 4 داری به سمت 0 میری. وقتی x نزدیکتر به 0 بشه، تو اوردر x به توان 4 داری به 0 میری. یعنی اصل کلامی که داره به 0 میره اوردر x به توان 4. به خاطر اینه که من ترجیح میدم که از نمادگذاری اوی بزرگ استفاده کنم. آرمانزاده محمدی اگر بپرس سوال تو، ولی همین یه سوال جواب میدم فقط، بفرمایید. ببخشید استاد، نظرت میخوام. شما تو مثال قبلی این آخرین خط نوشتین کوچیکتر از او. حالا کجا نوشتین کوچیکتر از او؟ نوشتم مساوی. خب نه، ای دو تون ای دو ایکس در آخر میشه کوچیکتر از خب آره او ایکس، درسته؟ نه خب کوچیکتر از او نه، ببین این کمتر مساوی، به محض اینکه کمتر مساوی یه چیز میشه میشه او فلان. خب درسته، کمتر مساوی او یه چیز، او اون چیز هست دیگه، چه فرقی میکنه؟ مثلا تو تعریف او من گفتم کمتر مساوی دیگه، حالا خب یه کمتر مساوی دیگه هم بذار، باز دوباره همین میشه دیگه. اوکی مرسی. اوکی پس من ببینید، معمولا تو این دوتا مثال، چه واسه این مثال، من چند جمع دلیلی رو درجه دو رو نوشتم، خطای من شد او ایکس. اینجا هم چند جمله تیلور درجه 3 رو نوشتم، خطای من شد اوی ایکس 4. خیلی وقتا به طرز طبیعی این اتفاق میفته، دقت کنید، خیلی وقتا یه جاهایی این درست نیست، خب دقت کنید یه جاهایی این درست نیست، ولی در اکثر مواقع خطای چند جمله تیلور اوی ایکس به توان n به علاوه 1. به خاطر همین قضیه‌ای که من میتونم اینو به صورت این شکلی بنویسم، یعنی f n به علاوه 1 تقسیم بر n به علاوه 1 فاکتوریال ضرب در x منهای a به توان n به علاوه 1. در خیلی از جاها خطای چند جمله تیلور از اوی x به توان n به علاوه 1. خب این داشته باشید. این قضیه چی میگه؟ میگه فرض کنید که شما چند جمله تیلور f رو خب نزدیک چیز نوشتید، نه برای حول یه نقطه مثل a نوشتید، خب به صورت یه چند جمله ای یه تابع f دارید، تابع f تون رو نزدیک x مساوی a به صورت یه چند جمله ای درجه حد اکثر n، دقت کنید حد اکثر n خیلی مهمه، به علاوه یه ترم خطای از مرتبه n به علاوه 1. اگر این کار رو بتونید انجام بدید، این دقت کنید که قضیه همیشه است دیگه، من هیچ فرضی نداشتم، اون وقت این چند جمله ای حتما با چند جمله ای تیلور درجه n باشه. یعنی ممکنه خود چند جمله تیلور درجه n هم این خاصیت رو نداشته باشه، ولی اگر یه چند جمله درجه حد اکثر n بخواد این خاصیت داشته باشه، اینه، هیچ کس دیگه نمیتونه این خاصیت رو داشته باشه. جاهای پیش میاد که خود اینم این خاصیت رو نداره، ولی اگر یه کسی داشته باشه حتما اینه. این نکته مهمیه که از این قضیه باید یادتون بمونه. خب و بهتون هم گفتم وقتی که من میگم خطام او ایکس منهای آ به توان n علاوه 1، من از ایکس منهای آ به توان n هم دارم سریعتر به صفر میرم، به همین معنا دیگه. یعنی مثلا وقتی اینو تقسیم x منهای به توان n میکنم، کماکان داره به صفر میره. و حالا اینم یه صفحه چند تا مثال از چند جمله تیلور هاست، و برای چیزایی که من میدونم این قضیه درسته، اینو برای اینکه همینطور یادتون بمونه، خود چون خیلی جاها خوبه که ازش استفاده کنید، که یک تقسیم بر یک منهای x رو اگه بخواید چند جمله تیلورش رو بنویسید، خب این میشه 1 علاوه x علاوه x2 علاوه xn علاوه oxn علاوه 1. خب و ببینید، حالا خلاصه این از این، دقت کنید این چیزی که من اینجا نوشتم معنیش این نیست که خطای من لزوماً به صفر میره با بزرگتر شدن انا. دقت کنید اگه قدر مطلق x کوچیکتر از 1 باشه، خب مثلا این به صفر میره، خب ولی اگه x بزرگتر از 1 باشه این لزومی نداره به صفر بره. برای معنیش این نیست که این چیزی که اینجا نوشتم معنیش این نیست که من n رو زیاد کنم حتما تخمین زده بشه. اتفاقا تو این مثال اینطوریه که اگه مثلا x تون رو فرض کنید از 0 کمتر بگیرید، این تخمین از ببخشید یک تصمیم یک منهای x، آره دیگه، مثلا قدر مطلق x تون بزرگتر از 1 باشه این خراب میشه، این تخمین، خب مثلا به طور خاص این خراب میشه. یعنی این نشون دهنده این نیست که این تخمینتون بهتر و بهتر میشه، میگه اوردر خطاتون اینقدره، حالا نزدیک صفر این عدد خیلی کوچیک میشه، با فاصله از صفر این عدد خیلی بزرگ میشه. x رو مثلا بذارید یه دهم، این میشه یه دهم مثلا به توان 5 که میشه یه
4 تا 0 1 1 0 ممیز 4 تا 0 1 اگه x رو بذارید 10 این میشه 10 به توان 5 که هیچ چیز خوبی احتمالا راجع میزان خطا بهتون نمیده. یا مثلا ln 1 به علاوه x رو خیلی راحت میتونید حساب کنید که این میشه در حقیقت چون ln 1 به علاوه x دفعه پیش اگه یادتون بیاد من برای 1x سوم اومدم چند جمله یعنی مشتقات مختلفش حساب کردم بخاطر این خیلی راحت میتونید ببینید به این صورت میشه. یا ای به توان x کوسینوس x سینوس x هم به خاطر اون ویژگیایی که مثلا ای به توان x مشتقش همیشه خودشه یا کوسینوس x مشتقش بعد از 4 بار خودش میشه یا سینوس x مشتقش بعد از 4 بار اینطوری میشه میشه اینو در آورد. اینم که چرا این x به توان 2 ن علاوه 3 یا 2 ن علاوه 2 دقیقاً مثل همین چیزیه که اینجا نوشتم برای کوسینوس. خیلی راحت میتونید برید بنویسید خودتون میتونید در بیارید. من خیلی دیگه نمیخوام وارد جزئیات این ماجرا بشم ولی خب دقیقاً چند جمله تیلور حالا این تیکه به جز اوش رو خوب بلد باشید که بتونید راحت استفاده کنید. اگه جایی هم اومد اگه نگفتن چند جمله تیلوری به توان ایکس رو حساب کن میتونید از این مستقیما نگفتن اینو حساب کن یه جا لازم شد وسط محاسبه میتونید از این بدون اثبات استفاده کن. خب بریم من یکی دو تا موضوع دیگه بگم و کلاس رو تموم کنم. بیا فرض کنیم من میخوام لیمیت x به سمت صفر بره این تابع عجیب غریب رو حساب کنم. 2 سینوس x منهای سینوس 2x تقسیم بر 2i به توان x منهای 2 منهای 2x منهای x2. خب خیلی تابع عجیب غریبیه و یه گزینه اینه که خب اگه صورت و مخرج حد داشته باشن و حد مخرج ناصف باشه من خب این دوتا رو حدش رو حساب کنم و تقسیم کنم. متاسفانه هم حد صورت وقتی x به سمت صفر بره صفره هم حد مخرج. خب در حقیقت حد مخرج مثلا x به سمت صفر بره این به سمت دو میره میشه دوی منهای دو منهای صفر منهای صفر. پس مخرج به سمت صفر میره صورت هم به سمت صفر میره. خب در حقیقت حالا یه ذره جلوتر میخوایم راجع به هوپیتال صحبت کنیم ولی یه لحظه صبر کنید فعلا عجله نکنید. خب ببینید بچه ها من چند جمله تیلور رو اومدم حساب کردم. من الان چند جمله تیلور سینوس ایکس رو بلدم، چند جمله تیلور ای به توان ایکس هم بلدم، خطاش هم بلدم تخمین بزنم. بنابراین میام این سینوس ایکس رو دوش این دوه که همین دو است خود سینوس ایکس رو می‌نویسم ایکس منهای ایکس تقسیم بر 3 فاکتوریال به علاوه خطایی که از مرتبه ایکس به توان 5 نزدیک صفر. من میدونم نزدیک صفر مرتبه خطامون به سمت مرتبه ایکس به توان 5. سینوس 2x هم دوباره تو همون چند جمله تیلور می‌نویسم تو نقطه 2x حسابش می‌کنم میشه 2x منهای 2x به توان 3 تقسیم بر 0 فاکتوری باز دوباره به علاوه یه خطای مرتبه 5 خب تقسیم بر ای به توان x رو میتونم بسم 1 به علاوه x به علاوه x2 دوم به علاوه x3 ششم به علاوه خطای مرتبه 4 اینم باز دوباره قبلا حساب کرده بودم منهای 2 منهای 2x منهای x2 دارم که همینجا نوشتم. اوکی اینکه تا چه مرتبه باید بریم الان که به تاش برسیم معلوم میشه، یعنی از ته به سر باید بیاید تا معلوم شه تا چه مرتبه برید. خب الان من اینو باز کنم این 2x صورت و منفی 2x صورت با هم ساده میشه. تو صورت یه منهای x سوم به علاوه 4x سوم میمونه. در حقیقت من اول میتونم دعا رو با هم ساده کنم. خب یه دو از صورت و مخرج بزنم ببینید آره ببین در حقیقت اول بذار جملات رو هم ساده میشن بزنم 2x با منهای 2x ساده میشه. خب تو صورت 2x پس با منفی 2x ساده میشه. مخرج مثبت 2 با منهای 2 ساده میشه. مثبت 2x با منهای 2x ساده میشه. مثبت x2 با منهای x2 ساده میشه. خب پس مخرج تنها چیزی که میمونه x سوم تقسیم بر 3 فاکتوریال بله او x4 ضرب در 2 صورت چیزی که میمونه یه 2x ششم منهای 8x ششم که یه دو از صورت و مخرج ساده کنم میشه منهای x4 به علاوه 4x سوم به علاوه او x5 تقسیم بر x سوم به علاوه او x4. خب در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که الان دیگه من صورت و مخرجم و دوتا رو به x تقسیم کنم تو صورتم یه یک میمونه چون 4 سوم منهای سوم که میشه یک. خب این دوتا رو با هم تقسیم بر x کنم صورت و مخرج این x ها ساده میشه یه یک میمونه، این x ساده میشه یه سوم میمونه،
اوی x 5 تقسیم بر x 3 میشه اوی x 2، اوی x 4 تقسیم بر x 3 میشه اوی x. پس در حقیقت صورت من میشه 1 به علاوه اوی x 2، مخرج من میشه 1 سوم به علاوه اوی x. خب دقت کن که اوی x وقتی x به سمت 0 بره به سمت 0 میره، اوی x 2 هم وقتی x به سمت 0 بره به سمت 0 میره. پس کلن این کسر من به 1 تقسیم بر 1 سوم یا همون 3 میل میکنه. خب و حالا الان برگردیم ببینیم چی شد. در حقیقت من اینا تا جایی ادامه دادم که بعد از این جمله هایی که با هم ساده میشه یه چیزی بمونه. به این معنی الان اول فقط اگه مرتبه یک رو می نوشتم، خب این 2x و منهای 2x ساده میشد، هیچ چی نمیمون. برای من یه جمله دیگه هم نوشتم، دیدم اه x6 اینجا درست میشه، یه چیزی باقی میمونه اینجا، پس دیگه بس گرفتم و مرتبه خطامو نوشتم. باز پایین ناکنید این دو x دوم همه ساده شد، برای من تا x سوم نوشتم که یه چیزی بمونه و اینم اوی x 4 گذاشتم. پس اینکه صورت رو تا کجا بنویسم، مخرج رو کجا بنویسم، از انقدر نوشتم که تو صورت مخرج یه چیز بمونه من بتونم زندگانی رو باش ادامه بدم. و بعد حالا صورت و مخرج الان همه چی با x قابل مقایسه است، یه تقسیم بر x کردم تو اینا که قشنگ این آدم ساده شد. این یکی اوی x5 بود، اوی x5 تقسیم بر x3 میشد اوی x2 دیگه، این یه چیزی بود که همین یه ذره جلوتر گفتیم دیگه، اینا این قضیه بود دیگه که هم میتونم تقسیم بر یه چیز ناصف دو طرف رو بکنم. اوکی، پس اتفاقی که افتاد این بود که من الان اینجا دو طرف رو به x3 تقسیم کنم، صورت شد اوی x2 مخرج شد اوی x. دقت کنید که یه عدد ثابتی به علاوه اوی x2، این پس به صفر میره وقتی که x به سمت صفر بره، اینم به صفر میره وقتی به سمت صفر بره، من فقط این یک تقسیم بر یه سوم میمونه که میشه همون 3. خب این اگه من بخوام در حقیقت با استفاده از چیز برم جلو، با استفاده از اوی بزرگ برم جلو، خب ولی من در حقیقت میتونم یه کار بهتر بکنم که شما هم خیلی دوست دارید، بهش میگید قاعده هوپیتال. در حقیقت اگه من یه تابع اف و جی داشته باشم از یه بازه آب به آر، خب و به ازای x تو بازه باز آب بدونم مخرج من مشتقش ناصفره، یعنی مشتق g ناصفره، خب به ازای هر x تو این بازه و لیمیت x به سمت i مثبت و i مثبت بره f و g هم صفر باشه، ولی لیمیت x به سمت i مثبت بره f پرایم وجود داشته باشه و یه عددی باشه، حالا میتونه منفی مثبت بی نهایت هم باشه، یعنی اگه منفی مثبت بی نهایت باشم اوکیه. اون وقت حد f تقسیم بر g رو بخوام نگاه کنم، اینو نمیتونم بذارم حد صورت تقسیم بر حد مخرج، چون 0 0 رم بهم میده. میگه ولی میتونی بنویسی حد مشتق صورت تقسیم بر مشتق مخرج، این چیزی که اینجا داریم. خب در حقیقت اگر که حد مشتقا وجود داشته باشه، حد خود اینا میشه حد نسبت مشتق باشه. اوکی، و این در حقیقت خیلی اثباتش داده است. حالا من این حد رو برای آی مثبت نوشتم، برای بی منفی هم میتونستید بنویسید اگه کلن حد بود نه حد یه طرف هم اوکی بود، اگه این حد به سمت مثبت منفی بی نهایت هم بود اوکی بود. من برای اینکه صورت در تمیز باشه فقط واسه حد یه طرف از راست نوشتم، ولی واسه همه اینا هم اوکیه. خب و اثباتش هم یه چیز یه خطی ساده است، یعنی خیلی ساده است. در حقیقت من میام یه تابع جدید تعریف میکنم، اف بزرگ و جی بزرگ، که همون تابع اف و جی هم، فقط تو نقطه آ خودم دستی صفر تعریفشون میکنم. حالا این یه تابع میشه که رو بازه آ و ایکس پیوسته است و داخل بازه آ و ایکس مشتق پذیره. و حالا من اف ایکس تقسیم بر جی ایکس رو میتونم اف بزرگ ایکس منهای اف آ بنویسم تقسیم بر جی بزرگ ایکس منهای جی آ. خب در حقیقت چون جی آ و اف آ صفره، من میتونم یه دونه جی آ و اف آ تو صورت کم کنم دیگه، اف ایکس و جی ایکس هم که خود اف ایکس و جی ایکس هم. پس در حقیقت این با این برابره، اینم با این برابره، خب اف آ و جی آ هم که صفره، پس هیچ مشکلی ندارم من. بنابراین طبق قضیه مقدار میانگین تعمیم یافته، من نمیتونم بنویسم مشتق اف بزرگ توی یه نقطه مثل سی تقسیم مشتق جی بزرگ توی یه نقطه مثل سی، و خب چون سی بین آ و ایکس اکیدن خود آ نمیتونه باشه، خب اف و جی هم که بین آ و ایکس با هم یکسان هم، پس میشه اف پریم سی تقسیم بر جی پریم سی. حالا اگه ایکس به آ میل کنه اف ایکس و بخوام این نسبت رو نگاه کنم، این یه چیزیه که برابر با اینه و سی هم بین ایکس و آه، برای بنی سی هم به سمت آ میره
و این مساوی میشه با حد f پرایم تقسیم بر g پرایم. البته این هم طبق خیلی از این چیزها اثباتش خارج از گزینشه. اثبات خارج از گزینش و در حقیقت شما چیزه اون قضیه هوپیتالی که دوست داشتید رو پیدا میکنید، یعنی میتونید الان از قضیه هوپیتال استفاده کنید. مثلا من میخوام حد ln x تقسیم بر x دومین های یک رو حساب کنم وقتی که x به سمت یک بره. خب هم ln x به سمت صفر میره، هم x دومین های یک به سمت صفر میره وقتی x به سمت یک بره. پس من میتونم از قضیه هوپیتال استفاده کنم، مشتق بگم، مشتق صورت میشه یک x، مشتق مخرج میشه 2x. بنابراین وقتی که x به سمت 1 بره این کسر به سمت 1/2 میل میکنه، بنابراین این حد هم میشه 1/2. یا اون تابع قبلیه که مثال زدیم سخت بود، من خب میام یه بار از صورت و مخرج مشتق میگیرم، از 2 سینوس x مشتق بگیرم میشه 2 کوسینوس x، از سینوس 2x مشتق بگیرم میشه 2 کوسینوس 2x، خب از 2i به توان x مشتق بگیرم میشه خودش، 2 مشتق بگیرم میشه 0، از 2x مشتق بگیرم میشه 2، از x تا مشتق بگیرم میشه 2x. اوکی، در حقیقت الان که اینو اینطوری بنویسیم، حالا همه دوها رو که میتونیم با هم صورت و مخرج ساده کنیم، صورت میشه کوسینوس x منهای کوسینوس 2x تقسیم بر e به توان x منهای 1 منهای x، منتها متاسفانه بازم حد x به سمت 0 برای صورت و مخرج 0، یه بار دیگه مشتق میگیریم، مشتق میگیریم، کوسینوس x مشتقش میشه منفی سینوس x، منفی کوسینوس 2x میشه مثبت 2 سینوس 2x، ای به توان x که خودش میشه منفی 1 میشه 0، منفی x هم که میشه منفی 1، بازم مشتق صورت و مخرج، یعنی حد صورت و مخرج 0، یه بار دیگه مشتق میگیریم، این دفعه که مشتق بگیریم میشه منهای کوسینوس x به علاوه 4 کوسینوس 2x تقسیم بر ای به توان x. این دفعه دیگه مشکل نداریم، منفی کوسینوس x به منفی 1 میل میکنه، 4 کوسینوس 2x به 4 میل میکنه، ای به توان x هم به 1 میل میکنه، برای این حد من میشه 3. اوکی، و در حقیقت این که چرا من 3 بار مجبور شدم مشتق بگیرم تا به یه جواب برسم، در حقیقت این بود که به همین دلیل بود که من اینجا مجبور شده بودم که اینو تا اوی، در حقیقت مثلا مخرج رو مجبور شده بودم تا اوی x3 بنویسم، تا اوی x4 بنویسم، در حقیقت ربطش اینه. ولی اینکه تا چند باید بشه، تا زمانی که به جواب برسید باید حساب کنید، یا به یه چیزی برسید که نشون بده دیگه جواب وجود ندار. خب حالا دوست داشتید از این راه حل حل کنید، دوست داشتید هوپیتال حل کنید، هر کدومش رو درست بنویسید اوکیه، هیچ مشکلی نداره که از کدوم استفاده کنید. یه مثال دیگه هم بزنم، بیا مثلا حد x به سمت پای دوم منفی برای 2x منهای پای تقسیم بر کوسینوس 2x رو حساب کنیم. خب دقت کنید که x به سمت پای دوم منفی بره کوسینوس 2x به سمت 0 میره، 2x منهای پای هم به سمت 0 میره. بنابراین شرط هوپیتال رو من استفاده میکنم، یه بار مشتق میگیرم، صورت من میشه 2 بخاطر پس 2x مشتق میگیرم، مخرج هم میشه منهای 2 کوسینوس x سینوس x. خب حد x به سمت پای دوم منفی بره مخرج 0، صورت که عدد ثابت 2، بنابراین این در حقیقت به سمت پای دوم منفی که میرم، این به سمت منفی بی نهایت میل میکنه، و من خب میتونم دیگه این حد رو بگم میشه منفی بی نهایت. خب اینجا دیگه یکی دوتا مثال ساده است، من فقط اینا رو بزنم دیگه، چون میخوام بعد جلسه بعد دیگه درس جدیدامو شروع کنم. مثلا حد x به سمت 1 مثبت بره x تقسیم بر ln x رو حساب کنیم، خب از صورت مشتق بگیرم میشه 1، از مخرج مشتق بگیرم میشه 1x، برای حد x به سمت 1 مثبت بره میشه 1. ولیکن حواستون باشه اینجا یه سوتی خیلی عمده وجود داره، اونم این که اصلا حد صورت وقتی x به سمت 1 مثبت میره به سمت 0 نمیره، این حد صورت وقتی x به سمت 1 مثبت میره 1 بود، در حقیقت اینجا این حد میشه 1 0 از سمت مثبت که میشه مثبت بی نهایت، و من چون این صورت نبود اومدم اشتباهی الکی هوپیتال زدم، این نتیجه اشتباه رسیدم، این نتیجه در حقیقت کاملا غلطه. خب و دقت کنید که من این تیکه رو حواسم نبود، این خیلی مهمه که حواسم باشه که آقا اول اگه حد صورت و مخرج خودش صفر شد بریم این کارو بکنیم.
یا مثلا من میتونم مثال دیگه، مثال یک ایکس و منها یک تقسیم از سینوس ایکس، وقتی که حدشون ایکس به سمت صفر مثبت بره، دقت کن که حد ایکس به سمت صفر مثبت بره، هم یک ایکسون به سمت مثبت بی‌نهایت میره، هم یک تقسیم از سینوس ایکس، برای از جنس بی‌نهایت منهای بی‌نهایته که مبهمه، ولی من هنوز هوپیتال نمیتونم استفاده کنم، من هوپیتال برای صفر صفرم بلدم. خب بنابراین اینو خب به یک کس تبدیلش میکنم، اینو مخرج مشترک میگم، صورتش میشه سینوس ایکس منهای ایکس تقسیم بر ایکس سینوس ایکس. حالا هم صورت داره به سمت صفر میره، هم مخرج. یه بار مشتق میگیرم، صورت میشه کوسینوس ایکس منهای یک، مخرج میشه سینوس ایکس به علاوه ایکس کوسینوس ایکس، باز هم داره به سمت صفر میره وقتی ایکس به سمت صفر میره. یه بار دیگه مشتق میگیرم، میشه منفی سینوس ایکس تقسیم بر دو تا کوسینوس ایکس منهای ایکس سینوس ایکس. این دفعه صورت به صفر میره، مخرج به سمت دو میره، برای حد من میشه صفر. پس ببینید بچه، من خیلی جا حد دار میتونم همینطوری، وقتی که حد صورت و مخرج صفره یا حد صورت و مخرج مثبت بی نهایت یا منفی بی نهایت هم هست، چون دقت کنید بی نهایت تقسیم بر بی نهایت هم در حقیقت مبهمه، من میتونم اونم باز با استفاده از قاعده هوپیتال همین شکلی حساب کنم و مثلا من بیام حد x دو تقسیم بر ای به توان x، وقتی x به سمت بی نهایت برر نگاه کنم، خب این میشه بی نهایت بی نهایت. یه بار مشتق میگیرم، صورت میشه 2x، مخرج میشه ای به توان x، بازم حدشون میشه بی نهایت بی نهایت. و یه بار دیگه مشتق میگم، میشه 2 تقسیم بر ای به توان x که میشه حدش صفر، چون صورت به 2 میره، ای به توان x به سمت بی نهایت. و به طور مشابه شما میتونید ثابت کنید که حد x n تقسیم بر ای به توان x میشه صفر. یا مثلا همینجوری میتونید ثابت کنید x به توان a تقسیم بر ln x حدش میشه بی نهایت. و همین بس دیگه، خسته نباشید. خب دیگه من حتی هستم سوالا رو جواب بدم ولی کلاس تمومه. خب محمد رضا صحابی بفرمایید. سلام استاد. سلام. ببخشید اون اسلاید حده که با او ایکس اثبات کردیم خب دیگه میشه یعنی. بفرمایید. آها. یعنی اونجا برای سینوس ایکس تو بسته تیلورش ما گفتیم که خطامون میاد میشه n به علاوه 1، یعنی مرتبه n به علاوه 1. خب الان همون هست. تا 2n به علاوه 1 بریم 2n به علاوه 3 میشه. به خاطر اینکه این جمله بعدیش کوسینوسه که یعنی سینوسه که تو نقطه 0 0 بعدیش میشه این. اینا دیگه مثل کوسینوس میشه. ببین من این کوسینوسه که اینجا حساب کردم، به این f زگونت 0 رو که می‌نوشتیم بود f تیرس 0، چون دوباره میشه سینوس، یه جمله اینجا نداریم. در حقیقت چند جمله تیلور درجه 3 اش هم هنوز همینه. هم درجه 2 اش اینه، هم درجه 3 اش اینه. و این خطاش دیگه خطای چند جمله تیلو درجه 3 است، یعنی یه دونه اضافه شده. سینوس هم همینه، سه اتفاق میفته. مرسی مام. خواهش میکنم. بله الان صدای من داریم؟ بله بله بفرمایید. استاد میخواستم بگم که من جلسه قبل درباره تخمین مثلا ای 8 ازتون پرسیدم. خب بعد الان اگه بخوایم ای 8 رو تخمین بزنیم میشه تیلورش به اضافه او حالا اون. بعد این تفاوت اصلی مثلا بین ای 8 و ای رو او ایجاد میکنه، درسته؟ اختلاف اصلی در حقیقت حالا یه ذره اون حرف نادقیقه، منطقه به طور خاص برای ای به توان 8 اتفاقی که میفته، شما یه خطایی دارید خب که خطاتون مثل ای به توان 8 چیز نه اصلا بست تیلورش گرسین یک عددی بین 1 تا 8 خب که میشه مثلا فرض کنی یه سی وجود داره بین 0 تا 8 که میشه سی به توان مثلا n به علاوه 1 بخشید سب کنید دسته مذارت کنم. اگه من مثلا چند جمله تیلورش رو بنویسم ای به توان 8 و تا یه مرتبه n-ی خب چی میشه؟ بذار من یه صفحه جدید بنویسم که پاک نشه. به من الان ای به توان 8 رو بخوام بنویسم، این میشه 1 به علاوه 8 به علاوه مثلا 8 به توان 2 تقسیم بر 2 فاکتوریل تا به علاوه 8 به توان n تقسیم بر n فاکتوریل. این چند جمله تیلور درجه n-ش، درسته؟ به علاوه یه مشتق بعدی توی نقطه‌ای مثل c، یعنی میشه ای به توان یه نقطه مثل c ضرب در 8 به توان n تقسیم بر n به علاوه 1 فاکتوریه.
درسته؟ که ای به توان سی عددی بین 0 و 8. درسته؟ سی بی عددی بین 0 و 8. خب برای این کم این تیکه خطای من کمتر مساوی میشه از بذار این رو تصلا ترتمیز بنویسم که بذارم بمونه تو جزوه. حالا سوال خوبیه. مثال تخمین خطای محاسبه ای به توان 8 با چند جمله ای تیلور حول 0. خب این وجود داره یه سی بین 0 و 8 که این اتفاق میفته. درسته؟ تا اینجا که مشکلی نداره. دقت کن که این سی بین 0 و 8 و ای به توان x، خب یعنی این الان ای ان 8 پس هست ای به توان سی ضرب در 8 به توان n تقسیم بر n به علاوه 1 فاکتوریل. 8 به توان n به علاوه 1. خب و این قدر مطلقش بله تو این بست تیلور ای به توان 8 رو بنویسیم؟ نه خود ای به توان 8 نیست، من بست تیلور هول 0 میخوام بنویسم. هی ای به توان 0 ای به توان 0 ای به توان 0 اون آخر که میرسیم ای به توان 30 باید بنویسیم دیگه، مشتق توی نقطه بین 0 و 8 که میشه ای به توان 30. حالا دقت کنید که خب این کمتر مساویه ای به توان x یه تابع سعودیه، پس این کمتر مساوی از ای به توان 8 ضرب در 8 به توان n به علاوه 1 تقسیم بر n به علاوه 1 فاکتوریه. دقت کنید که این عدد ثابته، 8 که عدد ثابته تغییر که نمی کنه، من هرچی n رو بزرگتر کنم این همیشه همین ای به توان 8 میمونه، یه عدد ثابته و من با اصل ماجرا 8 به توان n به علاوه 1 تقسیم بر n به علاوه 1 فاکتوریه که این خیلی سریع به صفر میره و من خطای من هی کمتر و کمتر میشه. بعد بله این اوکیه دیگه، مرسی. بعد یه سوال دیگه که داشتم اینه که یک به توان بی نهایت مبهمه؟ یک به توان بی نهایت نه. آخه یه سوالی من دیدم این بود که سینوس ایکس، لیمیت سینوس ایکس بر ایکس به توان یک ایکسوم ایکس میل کنه به سمت صفر. آها خب نه این چالش داره یه ذره، چون این صفر صفرومه به توان یک ایکسومه، یعنی اون ممکنه یه اتفاق بدی پیش بیاد. این سینوس ایکس تقسیم بر ایکس به صفر میره دیگه. نه 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 صورت و مخرج دارن به صفر میرن و وقتی صفر صورت و مخرج به صفر میرن و به توان یک ایکس رو میرسن این ذره چالش داره. یعنی خود صورت به شما اگه تک تک هر چیزی رو تک تک بتونید حساب کنید جلو برید خوبه اوزا، ولی مثلا اینکه صفر به توان یک ایکس رو صفر به توان یک ایکس رو چالش داره. یعنی اگه صورت بتونید حساب کنید یا مخرج رو بتونید حساب کنید و... نکته اینه که توان رو باید پخش کنید و این یه ذره چالش. البته نمیدونم حد نمیدونم حدش فکر نمیکنه، نمیدونم چند میشه باید حساب کنم، ولی منظور چالش از اینجا در میاد چون صفر صفر روم به توان بی نهایت میشه است. یعنی اگه که واقعا یه چیزی بود که صورت به 4 میل میکرد مخرجم به 4 میل میکرد بعد به توان بی نهایت یک بی نهایت رو میرسون میرسید ایشالله مشکلی نبود. بعد یه سوال الان لیمیته حتی اونم باز یه زن مشکل داره ولی حالا بخیال. نه نه اون مشکل نداره، اون مشکل نداره. اگه 4 4 روم به توان صفر بود مشکل نداشت. آه من خواستم تقریبا همینجور چیزی بگم، بگم لیمیت اف ایکس به توان جی ایکس میتونم بگم مساوی است با لیمیت اف ایکس به توان خطرناکه. حالا بذار چیز میکنم، من یه اول جلسه بعد راجع به چیز صحبت میکنم حد توان رو چجوری حساب کنیم، اینو بذار اول جلسه بعد صحبت کنم. ولی معمولا مهمترین کاری که اینجور مواقع میکنیم اینه که از ln و ای به توان ایکس استفاده میکنیم. حالا اول جلسه بعد یادم بندازید اگه یادم رفت اینو بگم. متشکرم. شایان رؤوفی بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. ممنون، متشکرم، بفرمایید. من همین آخر جلسه سوال دارم، این قاعده هوپیتال ما برای کسر بی‌نهایت و بی‌نهایت هم میتونیم استفاده کنیم؟ بله تقریبا، ولی اثباتش یه ذره پیچیده تره.
آه پس اجازه داریم استفاده کنیم دیگه، مشکلی که نیست. آره دیگه شرایطش رو نوشته بودم دیگه، دقیقا یه ذره جلوتر در حقیقت اینجا شرایطش بود، ما با این شرایط بله میتونیم استفاده کنیم. بله درست، خیلی ممنون، مرسی. خواهش میکنم. آرمان زاده محمدی بفرمایید. سلام استاد. استاد آخرین مثالی که زده نمیشه بیاره؟ آخرین مثالی که زدم و الان میارم خدمتتون یک لحظه. اینو میگید یا آخرین نه قبلش؟ آره آره بفهمید. بعدی نه بعدی بفرمید. آره این چی شد که از مشتق x به توان a شد a به توان a x به توان a منهای 1؟ بله مشتق ln x هم شد 1 x. بعد اینا چجوری شدن a x خب به توان x a؟ تو این x رو میبرم تو صورت میشه x به توان a منهای 1، بله و 1 دیگه میشه x به توان a. مجازم هم چی کار کنیم؟ یاد مجاز چش کل داره دیگه، اینکه دور در دور نزدیک در نزدیک، کسرا رو که بلدیم بکنیم. اوکی اوکی ببخشید. خواهش می‌کنم. مهدی رشنو بفهمید، امیدوارم صدا درست باشه. سلام مجدد. سلام. استاد الان صدام خوبه؟ الان ظاهرم خوبه. خب. استاد اونجایی بود که می‌نوشتی مثلا او 5 و اینا x به توان 5 اونو میارید به زحمت. بله بفهمه. الان باید تو مخرج قاعدتا باید باشه 2 o x 4، اما گفتید چون فرقی نداره میزنیم o x 4. ببین o x 4 یک نماده، خب یه تابع نیست، مثلا یه چیزی مثل سینوس x نیست که ضرب در دوش بشه دو تا سینوس x، یک نماده که به صورت خلاصه برای این استفاده میشه که یه چیزی که قدر مطلقش کمتر مساویه یه عدد ثابت ضرب در x به توان 4، یه چیزی که قدر مطلقش کمتر مساویه یه عدد ثابت ضرب در x به توان 4، دو برابرش هم کمتر مساویه یه عدد ثابت ضرب در x به توان 4. به خاطر من دیگه دو تا او رو با هم جمع میکنم باز می‌نویسم او، یا دو برابرش هم باز می‌نویسم او. خب الان مثلا چند برابر این او؟ هزار برابر نده تو این اختلاف ها. آها بله. این سوال بعدم درست. یه سری سوال ها مطرح میکردید تو این مثال، مثلا میگفتید تقریب فلان تابع تا مرتبه فلان، تو این سر سوال ها به ما میدن تا مرتبه چندم، اما اومدیم و سوال نگفت، ما خودمون چجوری حد خب بزنیم تا کدوم؟ سوال بخیر یه چیزی باید بهتون بده، یا باید بگید که تقریب مرتبه چند بزنید، یا باید بگید که مثلا انقدر برید تا فلان دقت رو پیدا کنه. درست. مثلا تو این ای به توان ایکس که من داشتم حساب میکردم، رفتم حساب کردم گفتم که آقا ببخشید، من رفتم گفتم که ایها الناس اینو که میرید مثلا تا سه رقم بعد از اعشار درست، مثلا من ممکنه بگم آقا این ای به توان یک رو حساب کن تا پنج رقم بعد از اعشار درست بشه، یعنی بالاخره یه چیزی رو باید بگم که بفهمی تا کجا بری دیگه. درست. و دوستت اون مثال بود بازم او ایکس چهار، چرا این مثال از طریق تقریب حل کردیم؟ به مثال احتیاجی بود؟ آره دیگه، چون حد صورت مخرج صفر بود دیگه، هم صورت حد صفر هم مخرج، یعنی ما نمیتونستیم با قواعدی که قبلا بلد بودیم اینو حل کنیم. نه بلدم، با قواعد بعد که هوپیتال بود که حل کردیم، ولی با قواعد قبل نه دیگه، چون حد صورت میشه صفر، حد مخرج میشه صفر، ما صفر صفر رو نمیتونم حساب کنم. استاد برای محاسبه حد مثلا 0 0 بی نهایت برای بی نهایت اینا قاعده هوپیتال راحت تری مثلا قواعدی که قبلا بلد بودیم؟ قواعد قبلی خیلی کار نمیکنه. حالا هوپیتال یا این، یه جای این یه جای هوپیتال به تجربه باید دستتون بیاد. یه کسایی الان همین الان که من هوپیتالش رو داشتم نوشتم چند بار شد گفتن این که بهتر بود، ولی یه سری ها هم وقت داشتم اینو مینوشتم گفتن وای خدای این چیکار داری میکنی چرا هوپیتال نمیزنی. خب مثلا از یه چیزی ممکنه هم سلیقه‌ای باشه، هم ممکنه که چیزه، هم ممکنه که با تجربه ببینید که آقا اون آسان‌تر نیست. علل اصول این کارو هوپیتال با هم یه نتیجه رو میده، یعنی خیلی عجیبه که نتیجهشون متفاوت باشه. آخه من مثلا نگران مواردی هم که مشتقشون پیچیده‌تر از خود تابع میشه، ممکنه خب تو هوپیتال ممکنه آره. ممکنه و... ولی مثلا خب ممکنه این تقریبا به درد درست درست. نه به تجربه دستت میاد باید چی کار کنم. درست. خسته نباشید. متشکر. خدا حافظ. دوستان خسته نباشید.